جز از کل نوشته استیو تولتس ترجمه پیمان خاکسار با صدای هلیا مقصودی قسمت هشتو <applause> یک روز رفتم محل کار جسپر ماها بود ندیده بودمش از عروسیم به بعد از زمانی که خودم را در معرض علم پزشکی قرار داده بودم حتی بهش نگفته بودم سرطان دارم و فکر کردم با گفتن این موضوع به او در جایی نامناسب مثل محل کار ممکن است اتفاق ناجوری نیفتد. در اتاقکش نشسته بود و از پنجره بیرون را نگاه میکرد. انگار منتظر تکامل انسان به مرحله بعد نشسته بود. وقتی نگاهش کردم این احساس غریب به من دست داد که می توانم افکارش را بخوانم. زمزمه وار به ذهنم می آمدند. چرا به محض اینکه پشممان ریخت و صاف ایستادیم از تکامل دست کشیدیم مگر همه چیز پوست صاف و ژست خوب است گفتم جسپر چرخید و با بدخلقی خلقی نگاهم کرد. اینجا چی کار میکنی؟ من یه کی بزرگ دارم. چی؟ کلیشه بزرگ. چی داری میگی؟ گفتم کنسر دارم. سرطان. توی ریم جای خزیدن پیدا کرده. کارم تمومه. سعی کردم خودم را بی تفاوت نشان بدهم جوری که انگار تمام عمر ماهی یک بار سرطان گرفتم و حالا عجب ماجرایی دوباره مبتلا شدم. جسپر دهانش را باز کرد ولی صدایی از آن خارج نشد. هیچ کدام حرکت نکردی. لامپ های محتابی بالای سرمان چشمک می زدند. باد باعث می شد کاغذ های روی میزش خشخش کنند. جسپر آب دهانش را قورت داد. صدای پایین رفتن بزاق از مریش را شنیدم. همچنان بی حرکت ماندیم. شبیه انسانهای پیش از پیدایش زبان شده بودیم انسانهای دوران پارین سنگی در اتاقک یک اداره بالاخره حرف زد حالا میخوای چیکار کنی؟ گفتم نمیدونم جسپر چیزی را که بیشتر مردم درک نمیکردند میفهمید اینکه آدم روبه موت هنوز کلی تصمیم مهم دارد که بگیرد میدانستم از من خواهد پرسید تا پایان عمرم تحملش میکنم یا به مرگ رو دست میزنم بعد نظرش را گفت تکان خوردم گفت بابا لطفا آهسته و با درد نمیر خواهش میکنم به دست خودت بمیر گفتم دارم بهش فکر میکنم. هم آسوده شدم و هم از اینکه ناگفتنی را به زبان آورد دلم شکست. همان شب من و کارولین و جسپر مثل یک خانواده پشت میز شام نشستیم. اینقدر حرف برای گفتن داشتیم که نمی توانستیم حرف بزنیم. جسپر تمام مدت نگاهم می کرد. می خواست مچ مرگ را بگیرد. الان تقریبا مطمئنم من و جسپر می توانیم ذهن هم را بخوانیم و این خیلی بدتر از حرف زدن است. با اینکه هرگز به قصد گشت و گذار سوار ماشین نشده بودم پیشنهاد دادم با هم برویم گردش. شب سیاهی بود و ستارگان در ابرها دفن شده بودند. بی هدف و بی مقصد حرکت می کردیم و تمام مدت درباره ترافیک حرف می زدم. اینکه ترافیک چیزی نیست جز انبوهی از مردم شورشی که هر کدام سوار اسلحه متحرکشان هستند و به جنبش ابدی فکر می کنند. جسپر داد زد هی بزن کنار بدون قصد قبلی آمده بودم کنار اولین آپارتمانمان جایی که موتور ذهنم بارها به پت پت افتاده بود در زدیم و جسپر به مردی که یک عرقگیر کثیف تنش بود گفت میخواهد به همان دلیلی که کسی یک آلبوم عکس را ورق میزند نگاهی به خانه بیاندازد راهمان داد وقتی در خانه راه میرفتیم این احساس به من دست داد که خانه را با زندگی کردن در آن نابود کرده ایم. و پس مانده حیات تیره و تارمان در هر گوشه خفه خانه باقی مانده فکر کردم ما جوهر مشکلات وجودیمان را در هوای آنجا دمیده بودیم و بیماری شناورمان تمام ساکنان پس از ما را مبتلا کرده بود دوباره سوار ماشین شدیم و مثل توپ پینبال از این پاتوق به آن پاتوق رفتیم. خانه های قصبی، پارک ها، سوپرمارکت ها، کتاب فروشی ها، ها، میوه فروشی ها، تیمارستان ها، روزنامه فروشی ها، داروخانه ها، بانک ها. هر جایی که گمگشتگی های ما را منزل شده بود. نمی توانم هدف این سفر ناگزیر و غیر استعاری به عمق خاطرات را بیان کنم. ولی می توانم به شما بگویم در هر مکان می توانستم خود گذشته من را به روشنی روز ببینم. انگار داشتیم گام های گذشته امان را دنبال می کردیم و بر هر رد پای محو شده پای خود را می دیدیم. هیچ چیز مثل سفری نوستالژیک تو را نسبت به گذشته و حال بیگانه نمی کند. همچنین آنچه را در تو بی تغییر مانده می بینی. چیزی که شهامت یا قدرت عوض کردنش را نداشته ای. همچنین تمام ترس های گذشته را آنهایی که هنوز همراهت هستند شکستهایت قابل لمس می شوند وحشتناک است اینکه هر جا راه بروی به خودت تنه بزنی جسپر گفت عجیبه نیست؟ عجیب کلمه گویایی نیست. به هم نگاه کردیم و خندیدیم. تنها نکته مثبت همراهیمان این بود که فهمیدیم خصومت دو طرفهمان آنقدرها هم که فکر می کردیم عمیق نیست. در ماشین حرف زدیم و از خاطرات گفتیم و خندیدی. تنها شبی بود که احساس کردم در وجود پسرم یک دوست دارم. حدود سه صبح خسته شدیم و اشتیاقمان فروکش کرد. تصمیم گرفتیم سفرمان را با یک نوشیدنی در فلش پات تمام کنیم. کلوپی که یک مدت مدیرش بودم و بعد با ماشین اسپورت قرمزم تقریبا نابودش کردم. دربان گفت بیاین تو رقاسای خوشگل بیاین تو. رفتیم تو. از راه روی سیاه آشنا با چراغهای چشمکزن قرمز گذشتیم و وارد فضای اصلی شدیم. همه جا پر از دود بود بیشتر دود سیگار برگ ولی از ماشین دود روی صحنه هم مقداری رو به بالا پیچ و تاب میخورد حتی به ذهنت هم خطور نمیکرد روزی یک دیوانه یک ماشین قرمز را به سالن رقص کوبیده اطرافم را نگاه کردم نگهبان عوض شده بود همان هیکل همان حالت مسخره ولی چهره ای متفاوت دخترها هم عوض شده بودند از آنهایی که قبلا استخدام می کردم جوانتر بودند من استخدام اینها با چشمهایی که داشتند از صورتم می پریدن بیرون من از بند رسته پشت میز جلوی صحنه نشستیم و نوشیدنی سفارش دادیم و آرام نوشیدیم ناگهان جسپر گفت خدای من بار منو نگاه کن کدومشون اون یکی یکی از میلیونرها نیست آسیایی لاغری را که پشت بار ایستاده بود با دقت نگاه کردم. بود یا نبود؟ مطمئن نبودم. نمیخواهم چیزی نجات پرستانه شبیه همهشان شکل هم هستند بگویم. ولی حقیقتش نمی شود منکر شباهت ها شد. جسپر گفت نگاش کن داره مثل خر کار میکنه. چرا یه میلیونر باید کار کنه؟ شاید تمام پولش رو خرج کرده. خرج چی؟ از کجا بدونم؟ من میدونم. شاید از اون آدم هاست که اینقدر تو زندگیش کار کرده که نمیدونه غیر از کار کردن چه کار دیگه ای می میتونه با زندگیش بکنه. مدتی نشستیم و به آدمهایی فکر کردیم که مجبورند برای به دست آوردن اعتماد به نفس سخت کار کنند و از اینکه جزء اینجور جور آدمها نیستیم احساس خوشبختی کردیم بعد جسپر گفت سب کن یکی دیگه هم هست یکی دیگه چیه یه میلیونر لعنتی دیگه داره آشغال میبره بیرون. این یکی را شناختم. از اولین برنده ها بود. دنگ و گی. رفته بودم دم در خانهش. خودم شخصا آزارش داده بودم. چه احتمالی وجود داره که صدایم خود به خود محو شد. ارزش گفتن نداشت میدانستیم چه احتمالی وجود دارد مثل یک میدان اسب دوانی که فقط یک اسب در آن میدود گفتم عوضی کی ادی به همون نارو زده یک راست رفتیم ساختمان هابز و پرونده میلیونرها را درآوردیم بارها و بارها خواندیمشان ولی نتوانستیم بفهمیم ادی چند نفر از آشنایانش را به کمک نقشه من ثروتمند کرده از پشت به من خنجر زده بود امکان نداشت کسی بو نبرد ای افعی پس معنای دوستی برای تو این بود حقیقتا خیانتی نابود کننده بود. میخواستم با دستان خالی شب را پایین بکشم. وقتی با شتاب میرفتیم سمت خانه ادی به نظرم آمد ادی به اصطلاح دوستم از روی هوس با منتهای بی احترامی مرا انداخته وسط لجن و کسافت. چیزی که آن موقع نمیدانستم این بود که اوزا خیلی از آن چه فکر می کردم خراب تر است. نزدیک خانهش پشت انبوه سرخس ها پنهان شده بودیم که دیدیم دارد از پنجره برایمان دست تکان می دهد. منتظرمان بود، طبیعتا. ادی در را باز کرد و گفت: عجب قافلگیری دلچسبی چی کار کردی؟ یعنی چی؟ ما رفتیم کلوب تمام اون میلیونرهای لعنتی رو دیدیم ادی یک دقیقه سکوت کرد و گفت تو پسرت رو بردی اونجا؟ نابود شدیم تو نابودمون کردی ادی رفت آشپزخانه و ما هم دنبالش رفتیم. دنیا که با آخر نرسیده مارتی هیچ کس نمیدونه. من میدونم جسپر میدونه به همین زودیا بقیه هم میفهمن. داری شلوغش میکنی. چایی؟ ادی کتری را گذاشت روی گاز. چرا همچین کاری کردی؟ این چیزیه که من میخوام بدونم. توضیح ادی کننده نبود. بدون هیچ شر گفت میخواستم برای دوستانم یه کار خوب بکنم. یه کار خوب بکنی؟ بله. اینا خیلی بدبخت بودن. نمیدونی یه میلیون دلار برای خودشون و خانوادهشون چقدر ارزش داره. گفتم جسپر به نظر توضیحش یه ایرادی نداره؟ جسپر گفت ادی دلیلی که آوردی مف نمی ارزید. می بینی؟ حتی جسپر هم قبول داره. خودت هم می که ما چقدر با هم اختلاف نظر داریم. بهش بگو چرا توضیحش مفت نمیارزه جسپر؟ برای اینکه اگه تو تمام دوستات رو میلیونر کردی پس چرا هنوز دارن تو کلوب کار میکنن؟ ادی برای این سؤال فوقلاده آماده نبود. سیگار روشن کرد و حالتی بر چهرهش نشست. انگار داشت تلاش میکرد دود فقط وارد ریه راستش شود. مچم گرفتین. فکر کردم وحشتناک گناهکار است و احساسم این بود که دارد چیزی شوم را از من پنهان می کند. مزخرفتر از این نمی توانست دلیل بیاورد. به هیچ وجه نمی توانستم انگیزش را درک کنم. جواب سوالو بده ادی. چرا تمام میلیونرها دارن با حداقل دستمزد تو اون کسافت دونی کار میکنن ادی گفت شاید تمام پولشون رو خرج کردن مزخرف نگو خدای من مارتین من چه میدونم شاید از اون دست آدمایی هستن که اینقدر کار کردن که نمیدونن به غیر از کار کردن چه کار دیگه ای میتونن با زندگیشون بکنن. ادی 20 میلیون نفر هر هفته 20 میلیون دلار میفرستند و وقتی متوجه بشن این پول عادلانه قسمت نمیشه و میره تو جیب دوستای تو که البته همه فکر میکنن دوستای منن فکر میکنی چه اتفاقی میافته شاید هیچ وقت نفهمن میفهمن هممون بیچاره میشیم یه کم داری ماجرا رو دراماتیک میکنی نه؟ پولا کجاست ادی؟ نمیدونم پیش توه نیست جدی میگم هیچ کدام حرفی نزدیم. ادی با حالتی رویایی بر چهره آرام چای می نوشید. همین جور دیوانه و دیوانه تر می شدم. انگار یادش رفته بود ما آنجا هستیم. جسپر پرسید چطور می تونیم این ماجرا رو پنهان کنیم؟ گفتم نمی تونیم. فقط باید آرزو کنیم کسی متوجه نشه. وقتی این جمله از دهانم آمد بیرون تازه متوجه شدم مادرم که یک بار گفت راه رفته را می شود برگشت تا چه اندازه در اشتباه بوده. در جاده یک طرفه بودم بدون خروجی و بدون فضای دور زدن. حسم کاملا منطقی بود چون دو هفته بعد همه خبردار شدند. جنون آدم خارانه رسانه ها دوباره به زندگیم راه پیدا کرد. رازمان ناگهان برملا شد. در تمام روزنامه ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی. خرد و خمیر شدم. خبرنگار پیگیر ماجرا کسی نبود جز برایان سینکلر خبرنگاری که یک بار او را همراه دوست دختر پسرم دیده بودم من و کارولین در یک رستوران ایتالیایی شام میخوردیم پشت میزی کنار پنجره میخواستیم چنگالمان را در یک تکه بزرگ گوشت غرق در سس لیمو فرو کنیم که سر مرتب و نقره رنگش آمد جلوی چشمم. چشممان به هم قفل شد. از وقتی مشهور شده بودم عادت کرده بودم دوربین ها مثل انگشت یک قاضی به طرفم نشانه بروند. ولی اشتیاقی که در چهره برایان موج میزد بر من تأثیری مثل افت فشار کابین هواپیما داشت. با هیجان به فیلم بردارش اشاره کرد. دست کارولین را گرفتم و از در پشتی فرار کردیم. وقتی رسیدیم خانه تلفن پشت سر هم زنگ میخورد. آن شب در اخبار ساعت شش و نیم پشتمان را دیدیم که گم و گور شدند. ظاهرا رکن چهارم این روزها هیچ کاری ندارد جز اینکه مثل یک ماهیگیر لاف بزند برایان با دستانی دراز رو به دوربین ادعا می کرد از بزرگترین رسوایی تاریخ استرالیا پرده برداشته به راحتی ارتباط دست کم 18 میلیونر را با کلوپ فلش پات متوجه شده بود. تمام بارمنها و حسابدار و نگهبان و ظرفشور شور در حالی که صورتشان را با دست پوشانده بودند از دوربین فرار می کردند. کاری که دست کمی از اعتراف ندارد. ولی اخبار آخر شب به من ثابت کرد هنوز از کل ماجرا بیخبرم. چون ادی ماهیت نقشش را برایم برملا نکرده بود. گزارش آخر شب تلویزیون برخلاف انتظارم درباره سرازیر شدن پولهای ملت استرالیا به جیب دوستان ادی نبود. فهمیدم ماجرا خطرناکتر و پیچیده تر از این حرف هاست. بالاخره تلفن را برداشتم و خبرنگار یک سوال عجیب و غریب از من کرد. شما با تیم لانگ چه ارتباطی دارین؟ کی؟ این چیزی بود که کشف کردم. دو کلوب که مدیریتشان قبلا بر عهده ادی و مدتی کوتاه هم بر عهده من بود متعلق بودند به تاجری تایلندی به اسم تیم لانگ تا به حال 18 نفر از 640 میلیونر در استخدام تیم لانگ بودند. ادی سالها برای او کار کرده بود و مثل روز روشن بود الان هم در استخدام اوست. پولی که ادی به من قرض داده بود تا هزار تویم را بسازیم در حقیقت مال تیم لانگ بود. مردی که به عمرم اسمش را نشنیده بودم پول خانه را داده بود. مرا مدیر کلوب پش کرده بود. هیچ چیز نمی توانستم بگویم. به او وصل بودم. یا شاید به دلیلی نامعلوم او به من وصل بود. شواهد همه ضد من بودند. فقط همین بود؟ نه همین نبود. همینها هم کافی بود تا دارم بزنند ولی همین نبود. تحقیقات بعدی آشکار کرد تیم لانگ یک ناوگان کوچک کشتی های ماهیگیری داشته. که توسط دولت فرانسه به دلیل قاچاق اسلحه از فرانسه به شمال آفریقا توقیف شده بود. این یعنی کاری که من 20 سال پیش در پاریس انجام داده بودم، بار زدن و خالی کردن جعبه در ساحل رود سن در حقیقت برای این مردک عوضی بوده. تیم لانگ، او مسئول جنگی زیرزمینی بود که منجر به مرگ آستریت شد. سرم گیج می رفت. همینجور الهامات را در ذهنم مرور می کردم. تیم لانگ در فرانسه برایش کار کرده بودم در استرالیا به من کار داده بود برای ساخت خانه ام پول پرداخت کرده بود و بالاخره تلافی همه چیز را با گند زدن به طرح میلیونرها درآورده بود یعنی تمام این مدت هدفش همین بوده چطور چنین چیزی ممکن است و چطور کسی می توانست این حقیقت باور نکردنی را باور کند که من حتی اسمش را هم نشنیدم اصلا چطور اسم مردی که تمام عمرم بالاخره به نحوی با او ارتباط داشتم به گوشم نخورده بود این تاجر مرموز تایلندی ظاهرا نقشی کلیدی در زندگیم ایفا کرده بود و این اولین باری بود که اسمش را می شنیدم. عالی رفتم سراغ اینترنت و اسمش را جستجو کردم و چندتا عکس محو و لینک مصاحبه با یک وبسایت اقتصادی تایلندی زبان پیدا کردم. مردی بود قد بلند و لاغر و پنجاه و هفشت ساله. لبخند دلنشینی داشت. هیچ چیزی در چهرهش نداشت که آدم را یاد جنایتکارها بیاندازد. چشمانش نه نزدیک هم بودند و نه دور از هم. کامپیوتر را خاموش کردم. هیچ چیز دستگیرم نشد. کمی بعد پلیس ها حمله کردند و تمام کامپیوترهای اداره را با خودشان بردند. رفتن سراغ استنتاق از آدم هایی که قبلا می و عمدن فراموششان کرده بودم. آدم هایی که در مشاقل کم درآمد موقتی با من همکار بودند. بیمارانی که در تیمارستان با من در یک بخش بستری بودند حتی هایی که معلوم نبود از کجا آمدند و حرفهای نامربوط میزدند همه در حال حمله به من بودند کلاهبرداری قرن بود بیچاره شدم تجلی تمام چیزهایی بودم که در این کشور منفورند. یک گربه چاق مفتخور دیگر که استرالیایی های شریف و سخت کوش را می دوشید. به یک کلاهبردار بردار حق باز تبدیل شدم. یک کیسه پر از آشغال، یک پاشنه کفش گوهی. تمام اینها بودم و بیشتر در کمال تعجب نسبم را هم مشخص کردند یک جهود با اینکه در تمام عمرم با هیچ گروه یهودی در ارتباط نبودم و با آمیشها بیشتر ارتباط داشتم تا یهودیان روزنامه ها از من به عنوان تاجر یهودی مارتین دین نام می بردند. و برای اولین بار دقیقا اشاره شد من برادر ناتنی تریدین هستم. میدانم چرا تازه به این موضوع اشاره کردند. میخواستند جنایات من دامن پاک برادر استورهیم را آلوده نکند. تحمل این را نداشتند میراس برادرم را همراه خودم از بین ببرم. یک عمر وحشتم از آدم ها بالاخره توجیه شد. حقیقتا ترسناک بودند. کل کشور در گرد باد نفرت چرخ میخورد. نفرتی چنان شدید و همه جانبه که تصور اینکه کسی بتواند شبها عزیزانش را ببوسد محال بود. در این زمان بود که حس کردم سرنوشتم به عنوان موضوع نفرت فرارسیده. و بالاخره در کل این ماجرا یک جور انرژی منفی احساس کردم در تمام وجودم نفرت موج میزد راستش تعجب می کردم چطور چنین ملتی رأی به حذو مجازات اعدام داده بود قبلا هم شاهد نفرت هموطنانم بودم که چون اشعه مرگ بر چیزی متمرکز می شد. وزیری را یادم هست که زنش با پول مالیات دهنده ها عینک آنچنانی خریده بود و بعد از اینکه مردم فهمیدند دیگر کارش تمام شد. صورت حساب تلفن پسرش، یا نماینده مجلسی که مجبور شد انکار کند قصد داشته بدون بیلیت وارد سالن جشن عید پاک شود. مردم از اینکه دوازده دلار نداده بود عصبانی شده بودند دوازده دلار ناقابل حالا تصور کنید با من چه خواهند کرد البته رقبای سیاسی من به زحمت شعفشان را پنهان می کردند. عاشق موقعیت هایی بودند که به نمایندگی از رأی اروتیز کنند بدون هیچ زحمتی می توانستند مرا با خاک یکسان کنند لازم نبود برای نابود کردن من یک رسوایی ساختگی به بار بیاورند تنها کاری که باید می کردن این بود که خود را شگفت زده نشان بدهند و سریع عمل کنند تا اولین کسی به نظر بیایند که پایش را روی خرخره من گذاشته. همه صف کشیده بودند بی آب رویم کنند. صدایشان بوی فازلاب می داد. به هم تنه میزدند تا افتخار نابودی من نصیب خودشان شود اسکار اگر هم میخواست توان این را نداشت ماجرا را متوقف کند. رینولد کنترل همه چیز را در دست گرفته بود. آنوک سعی کرد با پدرشوهرش حرف بزند و متقاعدش کند کمکم کند ولی رینولد تصمیمش را گرفته بود. گفت دیگه دیر شده. دیگه نمیشه موج نفرتی رو که به ساحل رسیده متوقف کرد. راست میگفت معصوم نمایی ابلهانه دیگر هیچ فایده ای نداشت. ساز و کار جریان را می دانستم. از همین حالا در ذهن همه ساتوری شده بودم. پس اینجا چه غلطی می کردم؟ می توانستی در چشمانشان ببینی حیرت زده بودند از اینکه هنوز نفس می کشم. عجب رویی. فکر کردم بروم سراغ بخش های لطیف وجودشان. حتی یک مدت در نظر داشتم به همه بگویم سرطان دارم ولی منصرف شدم. من به جیب هایشان کرده بودم و هیچ چیزی نمیتواند باعث شود عفم کند. دوست داشتند یک آشپز کور مرا با یک سیب زمینی قول پیکر اشتباه بگیرد پوستم را بکند و بعد هور را بکشد هورا ظاهرا جامعه مسیحی ما در حوزه انتقام پیشرفت زیادی کرده ولی در حوزه بخشش اصلاً خندهدارترین بخش ماجرا این بود که جلسات شیمی درمانی هم به پایان رسید. موفقیت آمیز. ولی عملا زندگی بازیافتم غیر قابل زیستن بود. حق با بودایی هاست. آدم های گناهکار به مرگ محکوم نمی شوند. به زندگی محکوم می شوند. بدبختان جسپر هم از این نفرت تمام و کمال مسون نماند. در کمال شرمندگی باید بگویم بالاخره مجبور شد تاوان گناهان پدرش را بدهد. پیام های شبیه این دریافت می کرد. لطفاً به پدرت بگو میکشمش. بیچاره تبدیل شده بود به پیک نامه های تهدید به مرگ فکر نکنید کسی به همسرم کاری نداشت بیچاره کارولین چه راحت خام شد ابله تن به مصاحبه داد فکر میکرد میتواند اوزارا رو به راه کند نمیدانست نقشش را از پیش مشخص کردند و تصحیح و ترمیمی هم در کار نیست وقتی در برابر حریفمان کوتاه آمدیم استعداد استرالیایی بودن را از دست دادیم و امکان بازی جوان مردانه از ما گرفته شد تکه پارش کردند تنها دروغم برملا شد و همه فهمیدند من و کارولین از بچگی با هم بزرگ شده ای. بنابراین میلیونر شدنش او را هم به اندازه من گناهکار کرد. جلوی دوربین مقابل چشم میلیون ها نفر گریه کرد. عشق من زنها در خیابان توی صورتش تف کردند بزاق بزاق واقعی کارولین آمادگی چنین چیزهایی را نداشت دست کم من در کودکی اینقدر بدبختی کشیده بودم که توان مقابله داشته باشم اینقدر تجربیات تلخ چشیده بودم که معدم، مقاوم شود. از همان ابتدا سمبل تحقیر بودم و حالا کارم به اینجا کشیده بود. نمیشد خیلی قصه خورد. و حالا غمگینترین ترین وجه ماجرا تراژدی حقیقی. تمام اصلاحاتم به شکلی سازمان یافته از هم گسیخ. تمام ابداعاتم تمام پیشرفت کج و کولم تمام شد کوتاهترین انقلاب اجتماعی تاریخ این برش از تاریخ استرالیا به سرعت برق و باد پژمرد مردم دیگر مسخرگی را که من رهبرش بودم دوست نداشتند حالا همه چیز برایشان روشن شده بود فریب خورده بودند برگشته بودیم به نقطه آغاز حتی عقبتر به سرعت تقلیلم میدادند به انحرافی بی معنا و با سرعت صوت تاریخ را باز می نوشتند. با هر گزارش نیم ساعته تلویزیونی یک ماه از تاریخ پاک می شد. تمام شبکه های تلویزیونی صورت غمگین کارمند بازنشسته ای را نشان میدادند که از ایسارش می گفت. از اینکه هر هفته یک دلار میفرستاده. از تمام چیزهایی که میتوانست با آن پول از دست رفته بخرد شیر مایع ظرفشویی و بدون هیچ ردی از تنه بیلیت لاتاری بله لاتاری ملی دوباره وارد عرصه شد مردم دوباره می توانستند شانس نکبتشان را امتحان کنند. سعی کردم در آینه لبخند بزنم. لبخند اندو را به شکل یک بیقوارگی دائمی درآورد. تقصیر خودم بود. نباید با پوچیم میجنگیدم همینطور با تومورها. باید از تومورهایم تا وقتی بزرگ و گوشتالو می شدند مراقبت می کردم. بیشتر آن روزها را در اتاقم می دراز روی زمین. چانم اینقدر روی فرش ماند که خودش هم به رنگ فرش درآمد. درونم هم. ریه های رنگ فرش، قلب رنگ فرش، خون رنگ فرش به رکها پمپاژ می کرد. روی زمین بودم که جسپر آمد تو و هستی آرام را با نامه های تهدیدآمیزی که به خاطر من دریافت می کرد آشفت. پرسید این تیم لانگ کدوم خریه به پشت قلط زدم و هرچه می دانستم به او گفتم هرچند چیز دندانگیری نبود پس مادر من وسط یکی از درگیریا تو قایق این مردک مرده؟ اینجوری هم میشه گفت. پس این مرد قاتل مادر من بوده؟ مادرت به خواست خودش مرد. هرچی این حرومزاده زندگی ما رو نابود کرده. بدون اون شاید الان مادر داشتم. شاید بعد از تو من فورترین آدم استرالیا نبودم. شاید. ادی چی میگه؟ ادی هیچی نمیگه. اولیای امور ادی را هم بیچاره کرده بودند. نه فقط به خاطر نقشش در ماجرا. بیشتر از مهلت ویزایش در استرالیا مانده بود و یک خلافکار حساب می شد. پاسپورتش را باطل کردند و یک روز در میان می بردندش بازجویی. ولی چون لازمش داشتند به تایلند دیپورتش نمی کردند. او در میان ما تنها کسی بود که آرامشش را حفظ کرده بود. آرامشش طبیعی و خدش ناپذیر بود. ناگهان تحسینم را برانگیخت. چون با اینکه احساس می کردم خون سردیش یک نقاب است این نقاب محکمترین و با دوامترین نقابی بود که به عمرم دیده بودم. جسپر گفت میخوای با این افتضاح چیکار کنی؟ به نکته خوبی اشاره کرد. این یک کلاهبرداری عظیم بود. همه همین را میگفتند. خودتو برای زندان آماده کن مارتین. چطور میشود خود را برای چنین چیزی آماده کرد؟ با حبس کردن خود در یک اتاق با آب و نان بیات ولی کاری بود که باید انجام میدادم همین جور جرم پشت جرم به من میبستند مسخره ها پرونده کتاب راهنمای تبهکاری را دوباره باز کرده بودند بالاخره به این نتیجه رسیده بودند یک پرونده درست و حسابی دستشان است مثل ساختمان متروکی ای بودم که میخواستند تخریبش کنند و مردم برای تماشا جمع شده بودند. تنها امیدم این بود که بتوانم کمی از پول را پس بدهم تا شاید مردم را کمی آرام کنم میخواستم اعلام کنم من هم به اندازه خودشان گول خوردم و قصد دارم تا سنت آخر پولشان را پس بدهم حتی اگر تمام عمرم صرف این کار میشد. چشمانداز روشنی نداشت ولی میخواستم تلاشم را بکنم. باید هزار تویم را میفروختم. جدا شدن از چیزی که اینقدر با وسواس طراحی کرده و حیات بخشیده بودم سخت بود. چیزی که نه برای برآوردن رویای خوشبختی بلکه به قصد تحقق رویای شک و نفرت عمیق ساخته بودم. رویای پنهان شدن، رویایی که وفادارانه مرا سالها مخفی نگه داشت. هر کسی که یک دهان روی صورتش داشت به من هشدار داد در روز حراج خودم حضور پیدا نکنم. ولی با تمام وجود دلم میخواست صاحب جدید هزار تو را ببینم. جسپر هم آمد. به هر حال کلبه او هم در معرض فروش بود. کلبه ای که هر دو به هم وانمود کردیم با دست خودمان ساختیمش تعداد خریداران سر به هزار نفر میزد نمیدانستم چند نفر واقعا خریدارند و چند نفر فقط به قصد فضولی آمدند وقتی رسیدم رعشه بر اندامم افتاد همه به من چشم دوخته بودند و با هم پچ پچ می کردند. داد زدم پچ شکل منحط حرف زدنه. دیگر کسی چیزی نگفت. نشستم زیر درخت مورد علاقم ولی این کار هم شکستم را قابل تحمل نکرد. دشمن وسط دژی که به قصد دور نگه داشتنش بنا شده بود شامپاین می نوشید. هرچند چیزی نگذشت که مردم لای دندانهایش گیر کردند. دیدن گم شدنشان در مارپیچها لذت بخش بود. این اتفاق ماجرای فروش آنجا را به تعویق انداخت. وقتی بالاخره حراج آغاز شد، دلال حراج سخنرانی کوتاهی کرد و از خانه و هزار تو به عنوان پادشاهی یکی از جنجالی ترین از هان استرالیا نام برد که هم ناراحت و مستربم کرد و هم حسی از غرور بیجا در من ایجاد کرد مثل شاهان دست به سینه ایستادم هرچند می دانستم این کارم باعث نمی شود به شاهی معزول شباهت پیدا کنم. فقط خنده دارم می کند. این هزار تو به ترس ها و تزلزل ها و پارانویای من خیانت کرده بود. احساس می کردم با روحی به رهنه آنجا ایستادم. آیا خبر داشتند همه در جایی جمع شده بودند که اثبات می کرد من ترسو ترین انسان روی زمین هستم؟ در پایان به خاطر اهمیت جنون و یا بدنامیش هزار تو و دو اماراتی که در آن پنهان بودند به قیمت باور نکردنی هفت میلیون دلار فروخته شدند. تقریبا ده برابر ارزش واقعیش. کاملا میشد پیش بینی کرد هم رسانه ها و هم تابعان وفادارشان مردم متقاعد شدند من مرد ثروتمندی هستم. و همین آتش نفرتشان را نسبت به من تیزتر کرد. متوجه شدم خریدار آنجا یک فروشگاه زنجیرهای لوازم خانگی گران قیمت داشت و میخواست از هزار توی من به عنوان جاذبه توریستی استفاده کند خیلی خوب وقتی حرمت آدم به باد میرود بدتر از اینها را هم می شود انتظار داشت. کتاب ها و آتاش هایم را بردم به یک انباری و خودم را به آپارتمانی که آنوک برای من و کارولین اجاره کرده بود. حتی فرصت نکردم هفت و میلیون دلارم را مثل گوشتی که جلوی سگی می اندازند که به هر حال ترجیح می دهد پایت را گاز بگیرد به مردم پیشکش کنم. دولت تمام اموالم را توقیف کرد و حساب بانکیم را بست. منتظر بودم بیایند و دستگیرم کنند از این بدتر نمی شد. حالا که داشتم سقوط می کردم دوست داشتم یک نفر دیگر را هم با خودم پایین بکشم. ولی چه کسی؟ به خودم زحمت ندادم از هموطنانم به خاطر نفرتشان به خودم متنفر شوم. تک تک قطرات خشم و انزجارم را در منبع حجیم وجودم برای روزنامه نگارها ذخیره کردم. این سک های فهل نگهبان اخلاق، این موجودات از خود راضی متظاهر. برای بلایی که سر پدر و مادرم آوردند، برای عشقشان به تری، برای نفرتشان از من، بله، میخواستم ازشان انتقام بگیرم، وسواس ذهنیم انتقام بود برای همین بود که خورد نشدم. هنوز برای از هم گسیختن آمادگی نداشتم. یک پروژه دیگر به ذهنم رسید پروژه نفرت پروژه انتقام با اینکه هرگز در انتقام موفق نبودم در این کهنترین سرگرمی بشر زمنا اهل دفاع از شرافتم هم نبودم اصلا نمیفهمم چطور کسی میتواند سرش را بالا بگیرد و کلمه شرافت را به زبان بیاورد از شما میپرسم فرق بین شرافت لکهدار شده و زمیر آسیب دیده چیست واقعا کسی هنوز به این چرندیات باور دارد؟ نه من فقط میخواستم انتقام بگیرم چون زمیر و خداگاه و ناخداگاهم بارها زخم خورده بود میخواستم دخلشان را بیاورم به کارولین گفتم میخواهم پول وکیل بدهم و ازش پول قرض کردم بعد به یک کاراگاه خصوصی به اسم اندرو اسمیت زنگ زدم در خانهش همراه همسر و سگ پودلش کار میکرد و شبیه یک حسابدار بود نه یک کاراگاه خصوصی در حقیقت انگار نه انگار که کاری خصوصی انجام میداد نشستم توی دفترش و کلاه و عینکم را برداشتم از من پرسید چه کاری میتواند برایم انجام بدهد. همه چیز را برایش توضیح دادم. و از آنجایی که یک حرفه‌ای تمام عیار بود اصلا از نقشه حقیر و بدخواهانه و کین توزانم ایراد نگرفت. بدون اینکه چیزی بگوید به حرفهایم گوش کرد و در پایان لبش را جمع کرد و پوس خندی زد و گفت از همین الان شروع می کنم. فقط دو هفته گذشته بود که اندرو اسمیت با لبخند خاص خودش آمد سراغم. کارش را تمام کرده بود. نمیدانم چند قانون مربوط به حریم خصوصی افراد را شکسته بود ولی نتیجه این که یک پرونده داد دستم وقتی داشت به سگش قضا میداد من پرونده را ورق زدم لبخند زدم به نفس نفس افتادم و قاه قاه خندیدم پرونده فوق العاده ای بود و اگر برایش نقشه نداشتم به عنوان یک اثر داستانی منتشرش می کردم. مطمئنم وارد لیست پرفروشترین کتاب ها می شد. حالا تنها کاری که باید می کردم این بود که از حفظش کنم. بعد برای تنها کار کسیفی که به عمرم انجام دادم آماده شدم. کنفرانس مطبوعاتی که بدون دلیل مشخصی روی پله های سالن اپرای سیدنی برگزار شده بود به طور زنده از تلویزیون پخش می شود. بوی بندر و جمعیت مطبوعاتی ها در هوای سرد صبحگاه به هم آمیخته بود. تمام گزارشگران رادیویی، تلویزیونی، خبرنگاران و روزنامه نگاران جمع بودند و همه در برابر هندسه قریب آن سالن استورهی حقیر جلوه می کردیم. این گرده همایی اتفاق ویژهی بود. من و رسانه ها. مثل ملاقات زن و شوهری بود که سالها پیش از هم طلاق گرفتند، و حالا در مراسم تدفین تنها فرزندشان با هم روبرو می شوند. به محض اینکه با کپکبه کب و دبدبه از پله ها رفتم بالا و به لوژ رسیدم انگار که میخواستند از آرمانی والا دفاع کنند با سوالاتشان به من حمله ور شدند. صدایشان را بریدم. ای نر ماده های مطبوعات، من جمله کوتاهی آماده کردم. شما شرم و حیا رو خوردین و قی کردین. همین. گفتم که کوتاهه. ولی من اینجا نیومدم براتون توضیح بدم چطور شما تقلید مزهک پیشینیانتون هستین. اومدم به سوالات جواب بدم. از اونجایی که میدونم هیچ احترامی برای همکارانتون که صدای ضعیفی دارن قائل نیستین و جوری داد خواهید زد که صدای بقیه شنیده نشه تک تک شما رو مخاطب قرار میدم و ازتون میخوام که سوالتون رو بکنین به روزنامه نگاری که از بقیه به من نزدیک تر بود اشاره کردم آهای آقای هاردی خوشحالم شما رو اینجا میبینم نه پیش مشاوری که سه شنبه ها پنج ها و شنبه ها برای ترک اعتیادتون به قمار به دفترش میرین سوالتون رو بفرمایید نه؟ سوالی نداری؟ همه با حیرت و سردرگمی به هم نگاه کردند. باشه شما چی آقای هکرمن؟ امیدوارم خیلی خسته نباشین هرچند مردی که یک زن و دو معشوقه داره باید انرژی زیادی داشته باشه معلوم مشوقه اولت دانشجوی 24 ساله خبرنگاری سرکار خانم آیلین بیلی و مشوقه دومت خواهرزن جین اونقدی که بقیه فکر میکنن وقت تو نمیگیرن چه خبر شده؟ سوال هاتون کجا رفتن؟ شما چی آقای لودر؟ امیدوارم شیوه سوال کردنتون مثل کتک زدن همسرتون نباشه. پنج بار که یه بارش کار به دخالت پلیس کشید. خانومتون از شکایتش صرف نظر کرد. چرا؟ دوستتون داره یا ازتون میترسه؟ بگین دونستن حق مردمه. کوتاه نیامدم بدتر کردم تشت رسوایی همه را از بام انداختم به نوبت درباره مشاوران خانوادهشان پرسیدم ناتوانی های جنسیشان کاشت مو جراحی پلاستیک از یکیشان در این مورد پرسیدم که چطور در تقسیم ارث سر برادرش کلاه گذاشته. از هفت نفر درباره اعتیادشان به کوکائین سوال کردم و از یک نفر پرسیدم چطور دلش آمده همسرش را بعد از اینکه فهمیده سرطان سینه دارد طلاق بدهد بعد از اینکه تک تکشان را تحقیر کردم جمع دوباره تبدیل شد به افرادی جدا از هم آمادگی چنین چیزی را نداشتند زیر نورهایشان به خود میپیچیدند و عرق میریختند. شما همین هفته پیش به روانپزشکتون پزشکتون نگفتین دوست دارین به یک زن تعرض کنین؟ مدرکش اینجا موجوده. زدم روی کیفم. وقتی جرمم کلاهبرداری بود چه فرقی می کرد اتهام تجاوز به حریم خصوصی افراد هم به آن اضافه شود. دوربین ها و میکروفون هایشان را به سمت هم تکان می دادند. می خواستند خاموششان کنند ولی نمی توانستند، نمی دانستند باید چه کنند. بلبشوی بود. نمی شود برنامه زنده را پاک کرد. زندگی خصوصیشان از صفحه هر تلویزیون و بلندگوی هر رادیوی کشور به بیرون نشت میکرد و خودشان این را خوب میدانستند. عادتشان این بود که به همه بهتان بزنند ولی حالا نوبت خودشان بود در معرض این توجه بیمار قرار بگیرند. به من می زدند. به یکدیگر با ناباوری مسخرگی مثل استخوانهای جویدی که عمودی قرار گرفتند یکی کت و کراواتش را درآورد یکی آه کشید اکثریتشان لبخندی از سر وحشت به لب داشتند یک سانتی متر از جایشان تکان نمی خوردند. همه با شلوار پایین قافل گیر شده بودند. بالاخره این موجودات یک عمر از اهمیت موضوعاتی که گزارش می کردند بهره گرفته بودند و مثل آدمهای مشهور برای خودشان جولان می دادند. با این سوء تفاهم که زندگیشان مطلقاً متعلق به خودشان است خب دیگر نه حالا در تله اخلاقی که خودشان کار گذاشته بودند به دام افتاده بودند داغ فلز تله بر تن خودشان نشسته بود بهشان چشمک زدم تا مطمئن شوند از تهاجم به حریم شخصیشان حز وافر بردم. ترس در حلقومشان بود. خشکشان زده بود. تماشای سقوط توده های انبوه غرور با شکوه بود. گفتم حالا تشریف ببرین منزل. و رفتند. رفتند تا غمهایشان را در سایه ها و آبجو دفن کنند. تنها ماندم. با سکوتی که همان چیزهایی را می گفت که همیشه می گوید. آن شب تنهایی در آپارتمان کارولین جشن گرفتم. خودش هم بود ولی حتی در حد استنشاق یک حباب از گاز شامپاین هم حاضر نشد با من همراهی کند و پیروزی را جشن بگیرد. همانطور که کنار یخچال ایستاده بود گفت کارت بچگانه بود. خودم هم قبول دارم که راست می گفت. با وجود این احساس بی همتایی داشتم. اینطور که به نظر می آمد انتقام از روی نفرت تنها میلی بود که از جوانیم تا امروز تغییر نکرده بود و لیاقت این را داشت که به خاطرش یک گیلاس نوشید. ولی این وسط واقعیتی وجود داشت که گریزی از آن نبود. به زودی با نیروی چند برابر سراغم خواهند آمد. باید همین حالا بین واقعیت زندان و واقعیت خلاص کردن خودم یکی را انتخاب کنم. من زندان برو نیستم. من از تمام اشکال یونیفرم وحشت دارم. طبق رسوم این جامعه من بالغ شدن پسرم را دیده بودم و بنابراین مرگم فقط ناراحت کننده بود و تراژیک به حساب نمی آمد. والدین در آستانه مرگ اجازه دارند برای ندیدن بزرگ شدن فرزندانشان لابه کنند. بابت ندیدن پیر شدن بچه هایشان حق زنج موره ندارند. به درک شاید دوست داشتم خاکستری و چروک شدن پسرم را ببینم. حتی شده از پشت شیشه مات محفظه انجماد. این دیگر چیست؟ صدای ماشین می شنوم. صدای پا می آید. صدای تبل مانند و ترسناک گام ها. ایستادند. حالا صدای در زدن می آید. انتحار؟ زندان؟ خب از کجا معلوم؟ یک راه حل سوم باید زود به سرانجامش برسانم وقت کم است رفتم اتاق خواب و کارولین را دیدم که مثل یک سگ لاغر و دراز روی کاناپه در خودش جمع شده بود زیر لب گفت در رو باز نکن کفشم را درآوردم و یواش از اتاق رفتم بیرون تخته های کف زیر پایم شکوه می کردند. دندان ساییدم و چند قدم پر دیگر برداشتم و از سوراخ کلید بیرون را نگاه کردم. آنوک، اسکار هابز و ادی با کله های بزرگ محدب بیرون ایستاده بودند. در را باز کردم همه با عجله وارد شدند. اسکار گفت من با یکی از دوستام تو اداره پلیس صحبت کردم. به هم گفت فردا میان دستگیرت کنن. پرسیدم. صبح یا عصر؟ فرقی میکنه؟ شاید. توی 5 شیست ساعت خیلی کارا میتونم بکنم. قلوف کردم. در عرض پنج یا شش ساعت هیچ کاری نمیتوانستم بکنم. حداقل هشت ساعت لازم داشتم. به ادی اشاره کردم و گفتم این اینجا چی کار میکنه؟ ادی گفت باید از اینجا بریم. یعنی فرار کنیم؟ ادی با چنان حرارتی تکان داد که روی پنجهش بلند شد. خب اگه تصمیم به فرار گرفتی چی باعث شده فکر کنی منم با تو میام؟ اصلا کجا میتونیم بریم؟ الان تمام اهالی استرالیا قیافه منو میشناسن و هیچ هم از من خوششون نمیاد. ادی گفت تایلند تیم لانگ پیشنهاد کرده تو رو پنهان کنه. ای کسافت چی باعث شد فکر کنه؟ اینجا توی زندان میمیری مارتی؟ حرف حساب حاضر نیستم به خاطر گمشو گفتن به ادی به زندان بیفتم. ولی توی فرودگاه جلومونو میگیرن. امکان نداره بذارن از کشور خارج بشم. ادی گفت بیا. و یک پاکت قهوه ای داد دستم. داخلش را نگاه کردم و محتویاتش را درآوردم. پاسپورت استرالیایی. چهار تا. یکی برای من، یکی برای ادی، یکی برای کارولین و یکی برای جسپر. عکس خودمان بود ولی اسممان فرق داشت. من و جسپر، کسپر و هوراس فلینت بودیم. کارولین لیدیا والش بود و ادی آرون جیدی. پرسیدم اینا رو از کجا آوردی؟ لطف آقای تیم لانگ تسلیم میل درونیم شدم و یک زیرسیگاری برداشتم و پرت کردم طرف دیوار. چیزی تغییر نکرد. داد زدم. ولی هنوز قیافه من توی این پاسپورت کوفتی ادی گفت نگران نباش. اونش با من. کارولین دستش را دور گردنم انداخت و یک دیگر را با سوالات در گوشی مورد حمله قرار دادیم. می ترسیدیم خواسته های من با هم در تضاد باشند. کارولین پرسید دوست داری باهات بیام؟ خودت چی دوست داری؟ اگه باهات بیام فرارت سختتر نمیشه؟ دست و پاتو نمیگیرم؟ با بیحسلگی پرسیدم. دوست داری بمونی؟ اینقدر اذیتم نکن مارتین. فقط بگو بیام یا بمونم. میخوای از این به بعد روی پروندت کار کنم یا نه؟ این ایده همان زمان که به ذهنش رسید بر لبش آمد. متوجه شدم که سوالاتش در حقیقت جوابهایی نهان هستند. آنوک گفت کارولین اگه مارتین ناپدید بشه پلیسا بیچارت میکنن اسکار اضافه کرد همینطور مردم کارولین عذاب میکشید صورتش مثل یک سایه کش می آمد. چشمانش صحنه نبرد افکار متضاد بود. گفت می ترسم. منم. نمیخوام تو رو ترک کنم. نمیخوام ترکم کنی. خیلی دوستت دارم. داشتم فکر میکردم. انگشتش را روی لبم گذاشت. به طور معمول متنفرم از اینکه که اینجوری خفم کنند ولی عاشق این هستم که کارولین انگشت روی لبم بگذارد. نفس بریده گفت با هم میریم به ادی گفتم باشه میام ولی برای چی برای جسپر پاسپورت گرفتی اون که لازم نیست فرار کنه ادی گفت فکر کنم باید فرار کنه نمیکنه گفت خانواده ای که همراه هم هستن ولی جمله اش را تمام نکرد فکر کرد لابد خودم تمامش می کنم؟ چطور می توانستم؟ اصلا نمیدانم سر خانواده که همراه هم هستند چه بلایی میآید؟ لحظه خداحافظی با آنوک احتمالا غمناکترین لحظه زندگیام بود. خیلی بد بود که نمی توانستم به او بگویم به زودی می بینمش؟ هیچ؟ به زودی در کار نبود. همینطور بعدها. هوا داشت تاریک می خورشید با عجل غروب میکرد. سرعت همه چیز زیاد شده بود. هوا سنگین بود. اسکار که میدانست با آمدن به آنجا چه خطری کرده با عصبیت روی پایش ضرب گرفته بود. شن به سرعت از ساعت شنی پایین میریخت. آنوک غمگین بود. فقط در لحظه خداحافظی است که آدم کار کرده کسی را میفهمد. آنوک جانم را نجات داده بود بارها. گفت نمیدونم چی بگم. من حتی نمیدانستم چطور باید بگویم نمیدانم چه بگویم بعد رفتند. حالا من چمدانهایم را بستم و انتظار می کشم. هواپیما حدود چهار ساعت دیگر از زمین بلند می شود. کارولین صدایم می کند هرچند نمیفهمم چرا به من میگوید ادی. ادی جواب میدهد با من حرف نمیزنند فکر کنم باید این نوشته ها را بگذارم در یک جعبه و یک جایی در همین خانه پنهانش کنم. شاید یک آدم باهوشی بعد از من منتشرشان کند. شاید بعد از مرگم ورق برگردد. مطمئنن رسانه ها و مردم فرار ما را دلیلی قاطع بر گناهکاری ما خواهند دانست ولی آنها آنقدر بر روان انسان اشراف ندارند که بفهمند فرار گواه ترس است نه گناه و حالا در راه فرودگاه باید کنار خانه جسپر بیستیم تا با او هم خداحافظی کنیم چطور میخواهم با پسرم خداحافظی کنم رفتنش از خانه به اندازه کافی مشکل بود ولی کدام کلمات می توانستند خداحافظی بسازند که بتواند بیان کند قرار است تمام روزهای باقی مانده از عمرم را با اسم هوراس فلینت در میان یک مشت تبهکار تایلندی سر کنم فکر کنم او را اینگونه گونه تسلی بدهم که پدرش مارتین دین نابود نخواهد شد بلکه این هوراس فلینت است که در قبرستانی پر از گلولای در تایلند دفن خواهد شد احتمالا شنیدن این حرف خوشحالش می کند خیلی خوب حالا کارولین واقعا دارد صدایم می زند. باید برویم این جمله ای که دارم می نویسم آخرین جمله است که خواهم نوشت. فصل شش چرا؟ آخر چرا من هم همراهشان فرار کردم؟ چرا سرنوشتم را با وجود تمام ماجراهایی که بینمان پیش آمده بود با سرنوشت پدرم گره زدم؟ به خاطر اینکه فرزند وظیفه شناسی هستم نمی شود همه چیز را از قبل پیش بینی کرد من عاشق پدرم بودم حالا هر چقدر پر عیب و ایراد این دلیل شد منظورم این است که وفاداری یک طرف ولی این مرد زندگیم را نابود کرده همین کافیست رهایش کنم تا بدون من در جنگل ها بپوسد. فضولیش در رابطه من قابل بخشش نبود. قبول تقصیر او نبود که من عاشق دختری شده بودم که یک دختر نبود و یک امارت شعله ور بود. این هم تقصیر او نبود که این دختر کسی را انتخاب کرد که من نبودم. چاره دیگری نداشتم. در کمال شرمندگی من خودم بودم. نمی توانستم کس دیگری شوم. تقصیر پدرم نبود که نتوانستم محبتش را به زور از آن خودم کنم و نتوانستم پیشنهادی به او بدهم که نتواند ردش کند. بنابراین او ردم کرد. همین. این تقصیر پدرم بود که این ساختمان مشتعل عاشق دوست پسر شکست خورده سابقش بود و ما را در مهراب این عشق قربانی کرد. نه، تقصیر پدرم نبود. ولی من در هر صورت محکومش می کردم. خوبی ملامت همین است هر جایی که بگویی می رود سؤال نمی کنه. اینکه ادی سر پدرم کلاه گذاشته بود چنان مستاق خنجر از پشت زدن بود که با تمام وجود دلم میخواست قبل از علنی شدن خبر آسمان خراش را از آن مطلع کنم هرچند دیگر دوست دخترم نبود شاید این بهانه خوبی بود برای دیدن او برملا کردن رازهای خانوادگی من واقعا به یک بهانه احتیاج داشتم. جهنم ترکم کرده بود و تماس برقرار کردن با کسی که رهایت کرده کار پر است. هر کار هم بکنی باز درماندگیت آشکار می شود. اولین بار لباسی را که در کلبم جا گذاشته بود برایش بردم. و دفعه دوم لباسی را که مال او بود ولی همان روز از فروشگاه خریده بودم در هیچ یک از این دو بار از دیدنم خوشحال نشد جوری نگاهم کرد انگار هیچ کاری در میدان دیدش ندارم بار سوم در خانهاش رفتم و دستم را گذاشتم روی زنگ یادم است روز قشنگی بود و تکه های ابری پروپیمان در باد به هم می پیچیدند. هوا عطری داشت که آدم را یاد بوی عطرهای گران قیمتی می انداخت که زنان پولدار به گربه هایشان می زنند. بعد خلق پرسید چی می هیچی فقط میخواستم باهات حرف بزنم. دیگه نمیتونم در مورد خودمون حرف بزنم. چون دیگه چیزی به اسم ما وجود نداره. البته ما وجود داره. ولی این ما من و تو نیست. من و برایانه. پرسیدم. نمیشه فقط با هم دوست باشیم. درماندگی هم آشکار شد. آرام با قیافه متعجب جواب داد دوست باشیم؟ انگار از او خواسته بودم ماهی باشیم. گفتم سخت نگیر بیا بریم با هم قدم بزنیم. نه فکر نکنم. تا سر خیابون نرم شد. وقتی داشتیم با هم قدم میزدیم برایش از ماجرای میلیونرها گفتم. و ادی که بیشتر دوستانش را برنده اعلام کرده بود و اینکه اگر کسی بو می برد به صلیبش میکشیدند. یادم میآید آن زمان تنها چیزی که دلم میخواست این بود که حتی شده چند لحظه نزدیکش باشم. و فکر می کردم افشای این راز خانمان برانداز مرا به هدفم میرساند. هیچ فایده ای نداشت. در واقع هر چقدر بیشتر خودم را از زیر بار رازداری خلاص کردم بیشتر سرخورده شدم. گفت پدر تو در هر حال دیوون است. انگار این قضیه به چیزی که من می گفتم ربط داشت. وقتی به در خانهش برگشتیم با من جدی شد. از اینجا فهمیدم که دستم را گرفت. گفت من هنوز بهت علاقه دارم. میخواستم چیزی بگویم. از اینجا فهمیدم که دهانم را باز کردم ولی اون نگذاشت حرف بزنم. ولی علاقم به برایان بیشتره. آن وقت بود که متوجه شدم درگیر مسابقه قدرت احساساتش شدم. برایان صاحب احساسات به درد بخورش بود و من صاحب تهمانده ها. احساسات ولرم، بیهوش و روبه موت. عجیب نبود حسشان نمی کردم. قسمش دادم رازهایی را که به او گفتم به کسی نگوید و البته که او بیدرنگ کلمه به کلمه حرفهایم را به مردی که دوستش داشت گفت. یک خبر داغ برای احیای حرفش به او داده بودم. پس برای این بود که همراه پدرم ادی و کارولین فرار کردم. همراهشان رفتم تا طلب عفو کنم. شاید. هرچند. چرا باید میماندم؟ بدترین سال زندگیم را سپری کرده بودم. وقتی آسمان خراش جهنمی رهایم کرد از هزار توی درندشت پدرم رفتم به آپارتمانی باریک که چیزی نبود جز راه روی با اسم دهن پرکن خانه که یک توالت داشت و فضایی شکل در انتها که فقط میشد یک تخت در آن چپاند و هر چیز ال شکلی که ممکن بود داشته باشی اسباب کشی از هومه پردار و درخت به شهر به شکلی نامنتظره باعث از دست رفتن تعادلم شد در کلبم به صدای زمین نزدیک بودم و هرگز مجبور نبودم برای رسیدن به آرامش تقلا کنم. حالا در شهر از توهمات همیشگیم هم جدا شده بودم. احساس می کردم عقب ماندم. از سرچشم دور افتادم و احساس پریشانی می کردم. بعد پدرم مشهور شد و دیدم تمام ملت قربان صدقهش می روند. قبول می کنم شهرتش اثر بدی روی من گذاشت چطور بیست میلیون آدم چنین آدم اعصاب خورد کنی را دوست داشتند شش ماه قبل ده تا دوست نداشت که بتواند شام دعوتشان کند هرچند هنوز مانده بود دنیا از لولا به در برود یک روز بعد از ظهر بابا آمد محل کارم. کد تنش بود. جوری شق و رقی استاده بود. انگار نمی توانست زانویش را خم کند. با حالتی ناراحت در اتاقکم ایستاد. شبیه خانه که به در و پنجرش تخت میخ کرده باشند. و مواجهه غمگین و ساکتمان با گفتن حقیقت تلخ به من به اوج رسید. مجبور نبود بگوید. نمیدانم چطور ولی از پیش میدانستم. تشخیص داده بودم سرطان دارد. نمیدید به محض اینکه نزدیکم شد فهمیدم؟ نزدیک بود دستم را جلوی چشمم بگیرم تا نور مرگ چشمم را نزند روزهای غریب و متلاطمی بود بابا با دوست سابق برادرش ازدواج کرد آنوک زن پسر یک میلیاردر شد بهترین دوست پدرم بهش خیانت کرد عشق حقیقیم به من خیانت کرد و پدرم منفور ملت استرالیا شد. رسانه ها هر جور دلشان خواست توصیفش کردند. تاجر، کلاهبردار، جهود. یادم میآید در احراز هویت خودش مشکل پیدا کرده بود. اینگونه گونه طبقه بندی ها فقط باعث می شد بفهمد چه کسی نیست نه اینکه چه کسی هست همه چیز بد پیش می رفت. آدم های قریبه برایم نامه های تهدید به مرگ می فرستادند. دائم مجبور می شدم مرخصی بدون حقوق بگیرم. تنها بودم. بی هدف در خیابان ها قدم می زدم و تظاهر می کردم جهنم را همه جا می بینم. ولی در سیدنی دختر 180 سانتیمتری مو قرمز به اندازه کافی وجود ندارد و همین باعث می شد برای او جانشین های خندداری پیدا کنم. برمیگشتم آپارتمانم و به قدری افسرده می شدم که وقتی موقع غذا خوردن می رسید به خودم می گفتم غذا خوردن چه فایده ای برایم دارد. شبها خواب یک صورت را می دیدم. همان چهرهی که از کودکی در کابوسهایم بود. صورت زشتی که فریادی بی صدا از شکل انداخته بودش چهرهی که گاهی هنگام بیداری هم می بینمش. میخواستم فرار کنم ولی نمیدانستم به کجا و از این بدتر حوصله نداشتم بند کفشم را ببندم. این دورانی بود که سیگار به سیگار روشن میکردم و از جعبه کرنفلکس میخوردم و از بطری ودکا می نوشیدم. اینقدر بالا میآوردم که خوابم میبرد و بی دلیل گریه می کردم و، با لحنی جدی با خودم حرف می زدم در خیابانها راه می رفتم شانه به شانه امبوه آدمهایی که مثل من درونشان فریاد نمی کشیدند و نداشتن قدرت تصمیمگیری فلجشان نکرده بود و تمام مردمان این قاره فرومایه ازشان بیزار نبودند. یک روز بعد از ظهر توی رخت خواب زیر ملافه ها بودم که آنوک از خوابی مستانه بیدار کردم و گفت چند روز دارم بهت زنگ میزنم. یک زیر کهنه و شلواری ورزشی تنش بود. کاملا واضح بود ازدواج با پول مجبورش کرده بد لباس بپوشد. خیلی عجیبه جسپر. وقتی برای اولین بار وارد خونتون شدم دقیقا همین حس الانم رو داشتم. یادته؟ اینجا رو نگاه کن. نفرت انگیزه. به حرفم اعتماد کن. قوتی های آبجویی رو که عوض زیر ازشون استفاده شده نمیشه ندید گرفت. با انرژی شروع کرد به مرتب کردن خانه. بیواهمه از غذاهای کپک زده و آوار زندگی روزمره من. گفت برای اینکه بوی گند اینجا بره باید دیوارا رو نقاشی کنی. بالا و پایین رفتن صدایش باعث شد خوابم ببرد. آخرین جمله‌ای که شنیدم این بود. درست مثل بابات. چند ساعت بعد بیدار شدم و دیدم آپارتمان تمیز است و بوی بخور می دهد. آنوک پا چهارزانو چهار زانو روی زمین نشسته بود و آفتاب روی زنجیری که به مچ پایش بسته بود منعکس می شود. گفت اتفاقات زیادی افتاده. ذهنت بیش از حد تحریک شده. پاشو بیا اینجا. ممنون. مگه من بهت مدیتیشن یاد ندادم؟ یادم نمیاد. بابات هیچ وقت نمیتونه ذهنش رو خاموش کنه. برای همین همیشه میزد به سرش. اگه نمیخوای عین اون بشی باید یاد بگیری ذهنتو با مدیتیشن آروم کنی. بلم کن آنوک. جسپر من میخوام کمکت کنم. تنها راه نجات از این همه نفرت اینه که آرامش درونی داشته باشی. برای پیدا کردن آرامش درونی اول باید به خود برترت برسی. برای پیدا کردن خود برترم باید نور درونتو پیدا کنی. بعد به نور بپیوندی. به, به نور بپیوندم که چی بشه؟ که با نور یکی بشی. چه حسی داره؟ رستگاری پس چیز خوبیه خیلی آنوک همین جور درباره آرامش درونی و مدیتیشن و قدرت ذهن حرف زد البته منظورش این نبود که قدرت ذهن می تواند قاشق را خم کند می گفت این توان را دارد که نفرت را مهار کند نمیخواست گولم بزند. آنوک فقط یک مرشد قلابی بود و تنها چیزی که میدانست شایعاتی بود پیرامون روشنبینی. با این حال همراه هم سعی کردیم آرامش و نور و خود برتر و خود پستر و خودهایی در فاصله بین این دو را پیدا کنیم. از آنجایی که به آنو گفته بودم می توانم ذهن پدرم را بخوانم و در جاهایی که نباید صورتهایی می بینم فکر می کرد من یک مکاشفگر مادرزاد هستم. با اشتیاق به مکاشفاتم گوش می کرد و لحن دیوانوارش وارش میشد. باز هم مثل گذشته در مقابل شور متعصبانش بیدفاع بودم. به او اجازه دادم گل و زنگوله بادی بخرد. اجازه دادم برایم کتاب هایی درباره روش های گوناگون مدیتیشن بخرد. حتی اجازه دادم مرا درگیر تجربه تولد دوباره کند. نمیخوای تولد تو به یاد بیاری؟ انگار میخواست اشاره کند فراموشکاری هم یکی دیگر از ویژگی های شخصیتی هم است. مرا به مرکزی برد که دیوارهایی به رنگ لسه پیرزن داشت و در اتاقی کم نور دور هم نشستیم و سرود خواندیم و خودمان را جلو و عقب کردیم. زور زدیم لحظه تولدمان را مثل شماره تلفنی از یاد رفته به خاطر بیاوریم احساس حماقت می کردم ولی معاشرت با آنوک را دوست داشتم و هر کاری می گفت انجام می دادم. هر روز همراهش در پارک ها و ساحل ها چارزانو می نشستم و مثل کسانی که اختلال وسواس فکری عملی دارند ورد می خواندم چند هفته هیچ کاری نکردم جز مراقبت از تنفس و تخلیه ذهن ولی ذهنم مثل یک قایق سوراخ بود و هر بار یک سطل از افکارم را بیرون می دوباره افکار جدیدی در آن نشت می کردند. هر وقت حس می کردم به خلعی جزئی دست پیدا کردم وحشت برم می داشت. خلع ذهنی حس سعادت نداشت. اهریمنی بود. صدای تنفسم شوم بود. کارهایم نمایشی بود. گاهی چشمم را می بستم تا آن چهره غریب و ترسناک را ببینم چون در غیر این صورت تنها صدای خفه پدرم را می شنیدم که انگار داشت از توی یک جعبه با من حرف می زد. کاملا آشکار بود مدیتیشن نمی تواند کمکی به من بکند. هیچ چیز کمکم نمی کرد. ورای کمک بودم و حتی آبشاری از نور هم نمی توانست مرا بالا ببرد. شروع کردم به تفکر درباره چیزهایی که در هزار تو از طبیعت دیده بودم. آنها هم ناگهان به نظرم وحشتناک و متظاهران آمدند و فکر کردم آیا کفر است اگر بگویم رنگین کمان باسمه است؟ خلاصه روانم در چنین وضعیتی بود وقتی بابا، ادی و کارولین آمدند در خانم و اینقدر بوغ زدند که رفتم پایین. ماشین با موتور روشن جلوی در خانه ایستاده بود. رفتم طرف پنجره. تک تکشان عینک دودی زده بودند انگار همه خمار بودند بابا گفت فردا میان دستگیرم کنند. میخوایم فرار کنیم نمیتونین بابا گفت امتحانش ضرر نداره اومدیم برای خدافزی ادی سر تکان داد تو هم باید با ما بیای این دلیل خوبی بود که من هم سر تکان بدهم. این کار را کردم و پرسیدم شما فراری های خول و چل میخواین تو تایلند چی کار کنین؟ تیم لانگ پیشنهاد داده یه مدت به ما پناه بده. داد زدم تیم لانگ؟ بعد لب گفتم خدایا در همین لحظه فکری پوچ و خطرناک به سرم زد. همانقدر که جهنم را با مشت های گره کرده دوست داشتم از تیم لانگ با آغوش گشوده متنفر بودم. فکر کردم میکشمش. با خون سردی یک گلوله به سرش شلیک میکنم. بابا پرسید حالت خوبه؟ در آن لحظه فهمیدم نمیتوانم بر میلم به عملی کردن فانتزی های خشونت بارم غلبه کنم. ماها بود در ذهنم خیالاتی شریرانه می پروردم. آرزویم این بود که در دهان مردم سیرابی بچپانم. و حالا به نظرم آمد خشونت منطقن قدم بعدی است بعد از سالها تماشای از هم پاشیدگی های پدرم تصمیم گرفته بودم از تعمق شدید پرهیز کنم به نظرم رو آوردن به جنایت راه مناسبی آمد بله ناگهان دیگر در تاریکی قرار نداشتم دیگر کورمال کورمال در راه روی ایام راه نمی رفتم. پس از مدتها برای اولین بار مسیر پیش رویم کاملا روشن و مشخص بود. بنابراین وقتی پدرم برای آخرین بار بی چشم تر خداحافظی کرد گفتم من باهاتون میام. این را از من بشنوید. هیجان و انتظار سفر موقعی که پاسپورت تقلبی دستتان است چند برابر می شود. ما قرار بود سوار یک هواپیمای خصوصی بشویم. چهره مشهور پدرم بدون رشوهی سنگین نمی توانست از استرالیا خارج شود. پنهان زیر های دودی رسیدیم فرودگاه و راحت از بازرسی عبور کردیم و یک راست رفتیم روی باند پرواز. ادی گفت هواپیما متعلق به دوست دوستش است و چند پاکت پول به مسئولان بی اخلاق گمرک داد که قرار بود میان خدمه فاسد و باربرها تقسیم شود. راستش همه بی نهایت با این تراکنش مالی راحت بودند. وقتی منتظر ادی بودیم تا رشوه ها را تقسیم و مدارک جعلی را امضا کند، کارولین پشت پدرم را ماساژ میداد و پدرم هم چروک های پیشانیش را صاف می کرد. هیچ کس نه با ادی حرف میزد و نه نگاهش می کرد. دلم برایش میسوخت دست خودم نبود میدانستم سزاوار خشم و بیتفاوتی بقیه هست ولی نیمچه لبخند مادرزادش به قدری درمانده جلوهش میداد که اگر هیئت ژوری حاضر تا این حد مصمم به اجرای حکم گردن زدن نبود برمیخواستم و از اعمال غیر قابل دفاعش حمایت می کردم. بابا برای اینکه خودش را آرام کند گفت وقتی بریم هوا همه چیز درست میشه. این جمله سورئال در ذهنم گیر کرد. وقتی بریم هوا. هیچ کس حرف دیگری نزد. همه غرق فکر بودیم. احتمالا فکری واحد تمام مدت از صحبت درباره آینده اجتناب کردیم انگار آینده چیزی بود غیر قابل درک بدون پیش آمد خاصی سوار هواپیما شدیم اگر عرق ریزی غیر انسانی پدرم را پیش آمد به حساب نیاوری از ترس لو رفتن هویتمان حتی جرأت نداشتیم سرفه کنیم نگذاشتم ادی بنشیند کنار پنجره این اولین باری بود که از استرالیا خارج می شدم و می خواستم دست خداحافظی تکان بدهم موتورها روشن شدند با صدای قررش از جا بلند شدیم به سوی آسمان صعود کردیم و بعد صاف شدیم. همه چیز درست شد. گفتم مویی در رفتیم. ادی تعجب کرد. انگار حضور مرا فراموش کرده بود. نگاه خیرش از من گذشت و به پنجره افتاد. با شیطنت گفت خداحافظ استرالیا. از استرالیا بیرون رفتیم به همین سادگی. حالا فراری به حساب می آمدیم. احتمالا همه به جز کارولین باید ریش می گذاشتیم. کارولین هم احتمالا مویش را رنگ می کرد. باید زبانهای جدید یاد می گرفتیم و همه جا خودمان را استتار می کردیم. در جنگلها سبز تیره می پوشیدیم و در لابی هتل ها برنجی براق مسیر سختی پیش رو داشتیم به بابا نگاه کردم کارولین سرش را گذاشته بود روی شانش هر بار که چشم در چشم می شدیم یک نگاه هیجان انگیز نیست به من میانداخت. انگار راهی سفری پدر و پسری بودیم. یادش رفته بود دیگر از این بیشتر نمی توانستیم به هم نزدیک شویم. شبیه دو زندانی بودیم که پایشان را به هم زنجیر کردند. بیرون آسمان یک رنگی یک دستی داشت. ابوس ترش رو. محو شدن سیدنی را با حسی که به غم پهلو میزد زد تماشا کردم. پنج ساعت گذشت و ما هنوز روی استرالیا پرواز می کردیم. بر فراز مناظر زشت و تیر و تار کشور مجنونمان. تمام شدنی هم نبود. برای درک زیبایی هولناک درونش باید وسطش می بودی سوار یک ماشین فرار مجهز. از منظر موقعیت جغرافیایی غیر قابل درک است و ترسناک خب این هم از مرکز کشور ما باغ بهشت نیست بعد بر فراز آب پرواز می کردیم فکر کردم دیگر تمام شد صحنه نمایشی که زندگی های باور نکردنی من بران اجرا شد به زیر ابرها خزید این احساس به عمق وجودم رفت و اینقدر گشت تا جایی راحت و آسوده پیدا کرد. تنها موضوع تفکر آینده بود. نگران بودم. از آن جنس آینده های با دوام به نظر نمی رسید. بی مقدمه از ادی پرسیدم از ما چی می خواد؟ کی؟ تیم لانگ نمیدونم دعوتتون کرده مهمونش باشی چرا؟ نمیدونم خب چه مدت قرار مهمونش باشی؟ نمیدونم پس تو چی میدونی؟ خیلی مشتاق شما رو ببینه چرا؟ نمیدونم کشتی و ادی داشتیم خود را به تیم لانگ اسرارآمیز تسلیم می کردیم. حالا که با استفاده از پدرم میلیون ها دلار از مردم استرالیا دزدیده بود میخواست بابت ساده از او تشکر کند. کنجکاف بود ببیند یک آدم تا چه اندازه می تواند احمق باشد؟ آیا قصد سیاهی پشت این دعوت بود که هیچ یک از ما از آن خبر نداشتیم؟ چراهای هواپیما خاموش شد و وقتی در تاریکی بر فراز زمین سفر می کردیم به مردی فکر کردم که قصد کشتنش را داشتم. در اخبار خوانده بودم پلیس تایلند از دستگیریش عاجز شده و ادعا کرده تیم لانگ شیطان مجسم است یک هیولای واقعی پس مشخص بود دنیا بدون او جای بهتری است وگرنه این حقیقت که جنایت تنها ایده سودمندی بود که در ذهنم وجود داشت افسردم می کرد. ادی جمعیت فرودگاه را از نظر گذراند و گفت هیچ کس نیومده استقبال ما. من و بابا و کارولین به هم نگاه کردیم. خبر نداشتیم کسی قرار است بیاید استقبال ما. ادی گفت همینجا سب کنی. میرم تلفن بزنم. صورت ادی را موقع حرف زدن با کسی که به نظرم تیم لانگ بود نگاه کردم. با حرارت سر تکان میداد با چاپلوسی مسخری خم و راست میشد و لبخندی پوزش طلبانه بر لب داشت ادی گوشی را گذاشت و یک تلفن دیگر زد من و بابا و کارولین در سکوت تماشایش می کردیم. گاهی به هم نگاهی میانداختیم به این معنا میدانیم هیچ چیز دست ما نیست ولی باید کاری بکنیم ادی دوباره گوشی را گذاشت و مدتی به تلفن خیره ماند بعد آمد پیش ما و با ناراحتی دستهایش را به هم مالید امشب باید تو هتل بخوابیم فردا میریم خونه آقای لانگ بابا گفت باشه بریم تاکسی بگیریم نه یکی میاد دنبالمون. بیست دقیقه بعد یک زن قد کوتاه تایلندی آمد. دهان کوچکی داشت و چشمانی آنقدر بزرگ که فکر میکردی پلک ندارد. آرام آمد سمت ما. میلرزید. ادی مثل گاوه در حال نشخار ایستاده بود. زن دستانش را دور گردن ادی انداخت و به حق حق افتاد. متوجه شدم ادی احساساتی شده چون ناگهان چهرش از حالت مرموز همیشگی خارج شد. آغوششان اینقدر طولانی شد که حوصله من سر رفت. همه احساس بدی داشتیم. زن رو کرد به ما و گفت خیلی مشتاق بودم شما رو ببینم. با تردید پرسیدم. واقعا؟ بعد ادی گفت. لینک همسر منه. بابا گفت. نه نیست. لینک جواب داد. چرا هستم؟ من و پدرم جا خوردیم. ادی زن داشت. پرسیدم چند وقت ازدواج کردی ادی؟ نزدیک 25 سال 25 سال ولی تو ساکن استرالیایی دیگه نه پدرم گیج شده بود گفت ادی 25 سال یعنی وقتی همدیگر رو تو پاریس دیدیم متأهل بودی ادی لبخند زد انگار گفته پدرم جواب بود نه سوال آشفته و متحیر فرودگاه را ترک کردیم در یک کشور دیگر نبودیم در کهکشانی دیگر بودیم جایی که ادی 25 سال پیش در آن ازدواج کرده بود بیرون گرما به ما حجوم آورد همه سوار یک مرسدس زیتونی رنگ شدیم و با سرعت رفتیم سمت هتل. چون این اولین بارم بود که کشوری غیر از استرالیا میدیدم، چشمانم همه چیز را می بلید. ولی شما را از شرح سفر معاف می کنم. اینجا تایلند است. مناظر و بوهایش برایتان آشناست. کتاب ها خانده اید، فیلم ها دیده اید. گرم، چسب، ناک، پر عرق، بوی غذاهای پر ادویه. همه جا نشانه ای از مواد مخدر و فحشا می دیدیم. چون شبیه بیشتر مسافران ما هم با خود یک سری تصورات کلیشه‌ای آورده بودیم که بهتر بود هنگام ورود به عنوان اقلام مزر به گمرک تحویل میدادیم تا قرنطینه شوند در ماشین ادی و لینگ آرام به زبان تایلندی حرف می زدند در مکالماتشان چندین بار از ما نام بردند پدرم نمیتوانست چشم از ادی و همسرش بردارد همسرش بابا پرسید هی hey, ادی بچه هم دارین ادی با اشاره سر گفت نه مطمئنی؟ ادی از پدرم رو گرداند و دوباره آرام با زنش حرف زد وقتی وارد هتل شدیم و مواظب بودیم یک وقت به جای اسم جدید اسم واقعی من را ننویسیم یک آن به ذهنم آمد اتفاق عجیب سفرم از استرالیا به تایلند نبود. این بود که داشتم همراه یک سری آدم دیگر مسافرت می کردم. همیشه تصورم این بود که ترک استرالیا نماد استقلال مطلقم خواهد بود و حالا اینجا بودم همراه هر کسی که می شناختم. میدانم که هرگز نمیشود از دست خود گریخت نمیشود از گذشته فرار کرد آدم هر جا برود گذشتهش را با خود میبرد ولی من حقیقتا قادر به انجام این کار شدم به معنای واقعی کلمه خوشبختانه برایم یک اتاق مجزا گرفتند که مشرف بود به لاشه شکم دریده یک سگ. شب در اتاق قدم می زدم. تمام فکرم مشغول این بود که الان خبر فرار ما در استرالیا پیچیده. در تمام میخانه ها حرف ماست و به رغم فرار دزدکیمان پیدا کردن ما کار سختی نیست. به راحتی می توانستم واکنش استرالیا را به گریزمان تصور کنم و حدود سه صبح نفرتی که از وطن تا این هتل خنک در خیابان کسان همراه خود آورده بودم اوج گرفت وارد بانکوک شدم و نمیدانستم چطور می توانم تفنگ بخرم خبر نداشتم اصلا کار ساده ای نیست. در ذهنم یک کلان شهر کثیف ساخته بودم. صدم و اموری که غذاهای خوشمزه ای دارد. منگ بودم. فقط صورتها را نگاه می کردم. دقیق تر بخواهم بگویم فقط چشمها را. بیشتر چشمانی دیدم که به شکل آزارندهی معصوم بودند. فقط چند نفر دیدم که نگاهی سوزان داشتند. آدم های مورد نظرم همین بودند. در مورد قتل و قاتلان فکر کردم. قربانی من هم یک جنایتکار بود چه کسی حاضر بود برایش بگرید. خب شاید خیلی ها. شاید او هم زن داشت. نفسم بند آمد. نمیدانم چرا اینقدر قافل گیر شدم چرا نباید زن می داشت. شهرتش بابت زشتی و غیر اجتماعی بودن نبود. بابت بی اخلاقیش بود. چنین چیزی در بعضی حلقه ها جذاب است. ساعت چهار صبح بود و هنوز هوا به شکل ظالمانی گرم بود و هنوز یک تفنگ هم نتوانسته بودم پیدا کنم فکر کردم تیم لانگ باید تو را بیدرنگ بکشم قبلش نباید یک نوشیدنی اشتهاور تارفت کنم در حال قدم زدن سیگار روشن کردم. چرا نباید می کردم؟ بی خود که بهش نمی گویند اولین علت قابل پیشگیری مرگ در دنیا. خسته شدم و تکیه دادم به تیر چراغ برق. احساس کردم یک جفت چشم به هم خیره شده چیزی ترسناک ولی در عین حال هیجان انگیز در آن چشم ها بود این چشمانی بودند که دنبالشان میگشتم. رفتم طرف مرد جوان و همزمان شروع کردیم حرف زدن. میدونی از کجا میتونم یه تفنگ بخرم؟ میخوای ببرم از یه نمایش باحال؟ بله لطفا. دنبالش راه افتادم و رفتم به محله پاتپانک. انبوه مردان غربی روانه کلوب ها بودند و ناگهان یاد فروید افتادم که اعتقاد داشت تمدن در تضاد با نیازهای بشر است مثل روز روشن است گزار فروید هرگز به پاتپانک نیافتاده نیفتاده اینجا به تمام نیازهای انسان با وسواس و دقت رسیدگی می کنن. حتی نیازهای نفرت انگیزی که حالش را به هم میزند. وارد اولین بار شدم و روی صندلی نشستم و آبجو سفارش دادم. دختری آمد و نشست کنارم. شانزده سالش هم نبود. ازش پرسیدم میدونی کجا میتونم یه تفنگ بخرم؟ همان لحظه متوجه شدم چه غلطی کردم. جوری از جا پرید انگار گازش گرفته بودم. دیدمش که هیجان زده با چند تا مرد قلچماق حرف زد. زدم به چاک. احساس می کردم به دام یکی از آن واقعیت های مجازی افتادم که در آنها ممکن است آدم واقعا به خودش آسیب برساند. بعد از چند خیابان ایستادم. ظاهرا خلاف این تایلندی ها به اندازه آدم که گوشه هر کدام از رستوران های فیشن چیپس سیدنی پیدا می شوند، سنگین نبود و به هیچ قیمت نمیشد ازشان تفنگ خرید. بنابراین موقع ملاقات با تیم لانگ باید دست به دامان بداهه می شدم. وقتی صبح رفتم رستوران هتل صبحانه بخورم از قیافه پدرم و کارولین به این نتیجه رسیدم آنها هم خوابشان نبرده صورتشان از بیخوابی و نگرانی در بداغان بود موقع خوردن صبحانه مفصل و غیر شرقی شامل بیکن، تخم مرغ و کراسان بیات هرچقدر با هم شوخی کردیم باز هم نتوانستیم فضای سنگین آنجا را عوض کنیم. میخواستیم با هرچه در انتظارمان بود با شکم پر روبرو شویم. ادی آمد پیش ما. چهرش مهربانی همیشگیاش را نداشت حاضرین؟ بابا پرسید خانومت کجاست خفه بمیر مارتین هر چی میکشم از دست تو میکشم دیگه بستمه همه خفه خون گرفتی برای رفتن به خانه تیم لانگ باید سوار قایق درازی می شدیم و از کانالی کثیف و متعفن می وقتی از کنار کرجی هایی پر از میوه ها و سبزیجات رنگارنگ عبور می کردیم دستم را جلوی چشمانم گرفته بودم تا آب کثیف بهشان نپاشد. از تایلند بدم نیامده بود ولی میدانستم سیستم ایمنیم توان مقابله با باکتری هایش را ندارد. بعد از مدتی کرجی ها تمام شدند و در کانال تنها شدیم. در هر دو طرف میان خیابان های خاکی ساختمان هایی قرار داشتند که یا هنوز تمام نشده بودند یا فاصله ای با ویرانی نداشتند. از کنار زنانی گذشتیم که کلاهای حسیری بزرگ به سر داشتند و در آب قهوه‌ای رخت می‌شستند. ظاهرا در آغشته شدن لباس زیرشان به باکتری عفونت مغز ایرادی نمیدیدند. بعد نوبت خیابانهایی متروک و خالی رسید با درختانی پرشاخ و برگ خانه ها این بار امارت های بزرگ و پرزرق و برق دور از هم قرار داشتند. احساس می کردم چیزی نمانده. سعی کردم چهره ادی را بخوانم. غیر قابل خواندن بود. پدرم نگاهم کرد. معنایش این بود. فرار کردیم. ولی به کجا؟ قایق متوقف شد از سنگچینی کوتاه بالا رفتیم و به دروازه فلزی بزرگی رسیدیم قبل از اینکه ادی فرصت کند زنگ بزند صدایی زیر از آیفون بلند شد و چیزی به تایلندی گفت و ادی هم جواب داد بعد به من نگاه کرد نگاهش این حس را به من داد در جاده ای هستیم که عقب گرد در آن خودکشی است و پیشروی در آن هم احتمالا خودکشی تمام موهای بدنم سیخ شده بود کارولین دستم را گرفت دروازه باز شد وارد شدیم بابا چیزی در مورد وضعیت اما و احشایش گفت که درست متوجه نشدم. انگار روی تمام دیوارهای خانه تیم لانگ نوشته بود کارتل مواد مخدر ساختمانی بود عظیم با دیوارهای سفید، ستونهای سنگی، سقفی پوشیده از کاشیهای نارنجی و سبز و یک مجسمه بزرگ بودا هم نشسته بود وسط جنگلی از بامبو. وقتی چند نفر را دیدم که مسلسل به دست پشت درختها پنهان شدند دیگر مطمئن شدم وارد کنام دزدان شده ایم. جوری نگاهمان میکردند انگار برای فروش جنسی رفته بودیم که میدانستند تقلبی است تمامشان پیراهن آستین کوتاه و شلوار بلند پوشیده بودند مردان مسلح را به پدرم نشان دادم تا جواب قابل پیش بینیش را بشنوم میدونم شلوار بلند اونم تو این هوا ادی گفت از این طرف از چند پله رفتیم پایین و به حیاتی مستطیل شکل رسیدیم در حیات سرهای بریده خوک برنیزه کرده بودند و بر پیشانیشان اود میسوخت چقدر زیبا بر یک دیوار حیات نقاشی عظیمی کشیده بودند از شهری به آتش کشیده چه امید بخش در انتها دری تاشو باز بود نمیدانم انتظار چه چیزی را داشتم دوبرمن های خشمگین میزهایی پر از کوکائین و بسته های پول رد خونابهی که به اجساد مسل شده پلیس ها ختم می چیزی که انتظارش را نداشتم آخرین چیزی بود که ممکن بود در این دنیا انتظارش را داشته باشم. بابا اول دیدش گفت چی؟ بر هر دو دیوار صدها عکس قاب گرفته از من و پدرم نصب شده بود. من هم گفتم چی؟ کارولین داد زد مارتی اینا عکسای توه میدونم. عکس تو هم هست جسپر. میدونم این بچگیاته چه با نمک بودی عکس های دوران مختلفمان از روی دیوار زل زده بودند به ما این نمایشگاه منحرف از تمام عکسهایی هایی تشکیل میشد که ادی طی این بیست سال از ما گرفته بود عکس هایی بود از پدر جوانم در پاریس نهی قد بلند با تمام موهایش و ریشی عجیب روی چانه و گردن که نتوانسته بود راهی به صورتش پیدا کند. بابا، قبل از اینکه شروع به جمع‌آوری سلولهای چربی کند و سیگار نازک بکشد. به همان تعداد هم عکس از من بود از نوزادی تا کودکی و بلو. ولی این عکس های پاریس بود که بیش از بقیه توجه هم را جلب کرد. بیشمار عکس از پدرم و زنی جوان و رنگ پریده و زیبا با لبخندی یعصاور. بابا این آستریده. کارولین آرام گفت این مادرت تجسبر چقدر خوشگله بابا داد زد این یعنی چی؟ صدایش در امارت تنین انداخت پدر بلفتر پارانویدم بالاخره کشف کرده بود واقعا تمام این مدت علیهش توطئه می ادی گفت بیاین. و ما را به عمق خانه هدایت کرد. من و بابا خشکمان زده بود. اینها ربطی به خودکشی مادرم در قایقهای تیملانگ داشت. به زور نقش کاراگاه به ما محول شده بود تا زندگی خودمان را زیر زربین ببریم. ولی سفر ذهنیمان به گذشته بی سمر بود. هیچ چیز را درک نمی کردیم. همزمان ضعیف و مشعوف شده بودیم. کابوس یک پارانوید. رؤیای یک خودشیفته. نمی فهمیدیم باید چه احساسی داشته باشیم مفتخر یا تعرض شده. شاید هر دو با سرعت خطرناکی به سمت جنون در حرکت بودیم. کاملا واضح بود ادی اتش بیمارگونه این عبر جنایتکار را نسبت به من و پدرم سیراب کرده بود. ولی درباره ما چه گفته بود؟ چه می توانست گفته باشد؟ یکی از نشست های باد ادی با رئیسش را تصور کردم. این دوتا رو نمیتونین باور کنید. هر دو دیوونن. نباید اجازه زنده بودن بهشون بدین. ادی به دری چوبی در انتهای سالن اشاره کرد و گفت آقای لانگ اونجا منتظرتون هستن. بابا ناقافل یقه را گرفت. به نظر می آمد قصد دارد پیراهن ادی را بکشد روی سرش. به طور رسمی اولین عمل خشونت آمیزه پدرم. کارولین انگوشت را آزاد کرد. پدرم داد زد. این چه کاری بود با ما کردی هر اومزاده؟ هرچند به اندازه ای که قصد داشت تهدیدآمیز نبود. ترکیب خشم و کنجکاوی چیز عجیبی است. نگهبانی مسلح از در آمد بیرون تا دلیل سر و صدا را بفهمد. ادی با یک حرکت مختصر سر مرخصش کرد. نگهبان سر خورده به سایه ها عقب نشینی کرد. ظاهرا تکان سر ادی قدرت زیادی داشت. این را تازه میفهمیدیم. با سردرگمی راه رو را به سمت در چوبی ادامه دادیم و عکس های بیشتری از خودمان دیدیم. تا حالا نفهمیده بودم پدرم تا چه حد به سگی شباهت دارد که به زور سمت استخر هلش میدهند. و من ناگهان هویتم از آن چیزی هم که بود سوستر شد. ارتباط با تاریخ تصویریمان تقریبا برایم ناممکن بود. شبیه عتیق های شکسته تمدنی برباد رفته بودیم. به هیچ عنوان قابل فهم نبودیم. و مادرم با دیدنش نزدیک بود قلبم بترکد. در تمام عکسها ساکت و بی حرکت به نظر می آمد. تمام اتفاقات پشت چشمانش می افتاد. از آن جنس چشم هایی که انگار از دورترین گوشه های زمین بازگشتند. فقط برای اینکه به تو بگویند بیخود زحمت رفتن به آن مکان را نکشی. لبخندش شبیه پلکانی بود که به جایی منتهی نمی شود. زیبایی محزونش قاب گرفته شده بود. سر بر روی دستها و چشم ها پوشیده در ابر. شاید اتفاقی بود ولی انگار در هر عکس از لنز دوربین دور و دورتر میشد. انگار آب می رفت. این تصاویر باعث شد برای پدرم حرمت قائل شوم. مادرم زنی بود دور از دست رس و با حیبت. از آنهایی که هیچ مرد عاقلی حاضر نیست نزدیکشان شود. یک خواب عکس از مادرم را از دیوار برداشتم و عکس را از قاب درآوردم. سیاه و سفید بود و در خشک شوی گرفته شده بود. مادرم با پاهای آویزان روی ماشین لباسشویی نشسته بود و با چشمان درشت اعجاب آورش مستقیم دوربین را نگاه می کرد. ناگهان به ذهنم زد این اتفاقات غریب باید به او مربوط باشند. اینجا قرار بود اولین گوشه های شخصیتش برایم عیان شوند. اینکه چه کسی بوده و از کجا آمده؟ یک چیز برایم روشن بود. پاسخ معمای هستی مادرم پشت آن در است. بابا در را باز کرد و من هم با فاصله کمی از او وارد اتاق شدم. وارد اتاق مربع شکل شدیم که تمام کفش پوشیده از بالش بود و بخشی از وجودم دوست داشت رویشان دراز بکشد و از دست بقیه انگور بخورد. اینقدر گل و آنجا بود که احساس کردم دوباره وارد فضای باز شده ای. دیوارها کاملا به سقف متصل نبودند و نور خورشید از فاصله میانشان به داخل میریخت. دیوار انتهای اتاق شیشه‌ای بود و بودای داخل باغ از آن پیدا. جلوی دیوار شیشهای مردی پشت به ما ایستاده بود و بودا را تماشا می کرد. قد و قوارهشان شبیه هم بود. نور شدید فقط اجازه می داد ضد نور عظیم مرد را ببینیم. دست کم فکر می کردم یک مرد است. کم و بیش شبیه یک مرد بود فقط بزرگتر. ادی گفت مارتین و جسپر دین به همراه کارولین پاتس خدمت رسیدن آقای لانگ. مرد برگشت. نه تایلندی بود و نه چینی. اصلا آسیایی نبود. موهای جولیده بور داشت و ریشی انبوه که صورت گوشتالو و آبل رویش را می پوشند. شلوار کوتاه و پیراهن بی آستین پوشیده بود. شبیه سیاهی بود که به تازگی از طبیعت وحشی بازگشته و طعم تمدن را مزمزه می کند. هرچند این توصیف خیلی بی ربط است چون حقیقتا نمی شد این واقعیت را کتمان کرد که او چاقترین آدمی بود که به عمرم می دیدم. چاقتر از او هم محال است در آینده ببینم. یک عجیب الخلقه تمام ایار یا مشکل هورمونی داشت یا طی سالها اینقدر خورده بود که به آرزویش برسد و چاقترین آدم زمین شود ابعاد بدنش برایم فراواقعی بود و کراهتش نفسگیر تلاش برای کشتن این حیولا با گلوله چیزی بود شبیه سیلی زدن به کو. بی پلک زدن به ما خیره شده بود و حتی وقتی سیگارش را خاموش و یکی دیگر روشن کرد باز هم پلک نزد. به شدت احساس خضوع کردم. همینطور این حس به هم دست داد که به شکل غریبی لاقرم. پدرم را نگاه کردم تا ببینم او هم خاضع شده یا نه. نشده بود. جوری برای دیدن آن مرد عظیم چشم تنگ کرده بود. انگار یکی از آن پازل است که تصویری پنهان در خود دارند. بابا دهان باز کرد. مثل کسانی که در خواب حرف میزنند گفت یا خدا و همان لحظه همه چیز دستگیرم شد کارولین پیش از بقیه گفت تری تریدین امویم یکی یکی نگاهمان کرد و گوش تا گوش ترین لبخندی که به عمرم دیده بودم بر لبش نشست خندید و گفت تعجب کردین؟ خب معلومه صدای پرتنین و قدرتمندش انگار از ته یک غار می آمد لنگ لنگان آمد طرفمان باید قیافاتونو رو ببینین واقعا باید ببینین میخواین براتون آینه بیارم؟ نه؟ چی شده مارتی؟ شکه شدی؟ قابل درکه کاملا قابل درکه اینقدر سب میکنیم که تعجب فروکش کنه و جاش رو به خشم و نفرت بده اصلا ازت انتظار ندارم راحت با این ماجرا کنار بیای از اون لحظه هایی نیست که آدم یهو یه بزنه زیر خنده درکش زمان لازم داره نگران نباش چند روز دیگه یادت میره من زنده نبودم ولی به هم بگو ببینم شک نکردی؟ حتی یه ذره؟ چی فکر میکنم؟ اینجا واستادی و برادرتو که سالها پیش مرده تماشا میکنی. کسی که با وقاحت تمام زندست و نفس میکشه و حتی اینقدر مهمون نواز نیست که یه آبجو تعارفتون کنه. ادی میشه برامون چند تا آبجو بیاری؟ و تو جسپر خیلی وقت منتظر دیدنتم منو میشناسی؟ سرتکان دادم برادرزاده من دماغت به مادر بزرگت رفته بابا تا حالا اینو بهت گفته؟ خیلی از دیدنت خوشحالم ادی همه چیز راجب تو به هم گفته تو باید سنگ باشی که این همه وقت با پدرت زندگی کردی و خورد و خاکشیر نشدی. ولی به نظر که خوب بار اومدی. به نظر طبیعی و سالم و سازگار میای. چطوری تا حالا دیوونه نشدی؟ دیوونه نشدنت دیوونه کنند است. البته شایدم باشی. این چیزیه که خیلی دوست دارم بفهمم. و کارولی از دیدنت کم شکه شدم قبول دارم البته ادی به من گفت ازدواج کردی تری مدتی طولانی به او خیره ماند و بعد به خود آمد میدونم همتون غافلگیر شدین آبجوتون رو بخورین حالتون بهتر میشه صبر میکنم تا آروم بشین چیزی که زیاد داریم زمانه مارتی این چه قیافه یه درست کردی؟ تنم مرمور شد. تو هم کارولی. ولی تو نه جسپر. آره؟ شاید برای اینکه هنوز جوونی؟ وقتی سنت بره بالاتر عجیب اینه که هنوز بتونی از چیزی متعجب بشی. نمیدونم کدوم عجیب تره. اینکه زندم یا اینکه اینقدر چاق شدم. میتونین بگین عین ای خیالم نیست. من دوست دارم چاق باشم. اندازه هنری هشتم چاق شدم. اندازه بودا. بیاین اصلا بی خیال این موضوع پیش پا افتاده بشین. من یه خیکی عوضیم. الان پیرنم رو در میارم تا ابعاد فاجعه رو ببینی. دیدین؟ آره من یه نهنگم. شیکمم سرسخته. شکست ناپذیره راست می گفت به قدری عظیم بود که نابود نشدنی به نظر می آمد می توانست از هر فاجعه ای جان سالم به در برد وحش حیوانات خالکوبی شده ای که پدرم سالها پیش توصیفشان را کرده بود حالا کش آمده بود و تنها گرداب هایی رنگین و بیشکل بود. بابا خوشگش زده بود. انگار میخواست چیزی بگوید ولی زبانش یاری نمی کرد. زنده چاق اینها تنها کلماتی بودند که از دهانش خارج شدند. به نظرم آمد خود تری هم گیج است. نمیدانست کداممان را نگاه کند هر آزگاهی برمیگشت و نگاهی پر از کنجکاوی به من میانداخت. شاید دنبال عشق و پذیرشی خلق و سائه بود. چیزی دستش را نمی گرفت. چون به رغم این واقعیت که عضو استورهای خانواده ما زنده و سلامت بود از اینکه هیچ یک از این, این وقایع به مادرم ربط نداشت سرخورده بودم هیچ کس نمیخواد بغلم کنه هیچ کس از جا تکان نخورد بابا بالاخره گفت پس تیم لانگ کیه تیم لانگ وجود خارجی نداره نه تیم لانگ نه پرادید بانتاددان، نه تاناکرون کریکیات، هیچ کدوم. چی داری میگی؟ من بالاخره موفق شدم مارتی. دارم انجامش میدم. چی رو؟ تاونی دموکراتیک تبهکاری. بابا مثل برق گرفته ها از جا پرید. جیغ زد. چی این اولین واکنش حسیش بود راستش این اولین باره که یک کار درست درمون انجام دادم البته هریم دنبالش بود همه چیز خوب پیش میره باورم نمیشه اصلا باورم نمیشه ظاهرا این خبر پدرم را بیشتر از خبر زنده بودن تری شگفت زده کرد. کارولین گفت چیه این تاوانیه؟ پدرم وسط حرفش پرید. نپرس نپرس خدای من. تری با خوشحالی دستان چاقش را به هم زد و روی پاهای خپلش بالا و پایین پرید. در این فکر بودم او چقدر با یاقی جوانی که تصورش را می کردم متفاوت است. این مرد چاق همان قهرمان ورزش، همان فراری، همان معمور خودخانده قانونی بود که ملت می پرستی دندش؟ ناگهان زانویش قفل شد و خجالت کشید. تری گفت ادی به من گفت تو مریضی. بابا با صدای لرزان گفت موضوع رو عوض نکن. من خاکستر تو رو جمع کردم. واقعا؟ کجا؟ توی سوپرمارکت کوچولو ریختمش تو شیشه فلفل. بقیهش رو هم پاشیدم توی چاله کنار جاده. خب راستش نمیتونم بگم لیاقتم بیشتر از این بوده. قشقش خندید و دستش را روی شانه پدرم گذاشت. به هم دست نزن روح چاق. داداش اینجوری نباش. از ماجرای میلیونرها شاکی هستی؟ نباش. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. به محض اینکه شنیدم میخوای تو استرالیا چیکار کنی تصمیمم رو گرفتم. من تمام عمرت تو را از ماجراهای مختلف نجات دادم. کمک کردن به تو باعث شد به موجودی که الان هستم تبدیل بشم. پشیمونم نیستم. من چیزی رو که هستم دوست دارم و چاپیدن میلیون دلار با همچین نقشه ساده ای آسون ترین راه بود برای نجات تو برای آخرین بار. من میخواستم بیای اینجا فکر کردم محشره اگه دوباره همدیگر رو ببینیم در زم جسبه رو نباید میدیدم میدیدم خشم درونی پدرم دارد راهی به بیرون پیدا می کند. وجودش آبستن طوفانی شیطانی بود که نطفهش را کارولین کاشته بود. پدرم متوجه شده بود کارولین عصبانی نشده و فقط با ترس و شگفتی تری را تماشا می کند. تری چشمان پر لبخندش را به من دوخت. هی hey, برادر زاده چرا هیچی نمیگی؟ چطوری از سلول انفرادی اومدی بیرون؟ یک لحظه به نظرم آمد منظورم را نمیفهمد. ناگهان گفت آتیش آها پس تو تمام قصه رو براش تعریف کردی مارتی. چه خوب همین اول کار عجب سوال جالبی کردی جسبر. بابا پرسید اصلا تو انفرادی بودی؟ وقتی تری شروع کرد حرف زدن همه با نهایت فریفتگی خم شدیم سمتش معلومه که بودم خطر از بیخ گوشم گذشت نزدیک بود زنده زنده کباب شم انفرادی پنجره نداره ولی من یالم سر و صدا شنیدم نگهبانا داشتن با داد و فریاد به هم دستور میدادن وقتی دود از زیر در اومد تو فهمیدم کارم تمومه. اون قفس سیمانی که توش بودم تاریک مطلق بود و داغتر از جهنم و پر از دود. ترسیده بودم. داد زدم بیارینم بیرون ولی کسی نیومد. به در مشت زدم و دستم سوخت. هیچ چاره ای نداشتم جز اینکه تمام توان روحیم رو جمع کنم و منتظر مرگ وحشتناکم بمونم. بعد از راه رو صدای پا شنیدم. یکی از نگهبان ها بود فرانکلین. وقتی داد زد کی اونجاست صداش رو شناختم. گفتم تریدین. خدا رحمتش کنه. آدم خوبی بود. عاشق کریکت بود و بلوایی که من راه انداخته بودم. در باز کرد و گفت بیا بیرون. وقتی حواسش پرت نجات دادن من بود زدم تو سرش و بیهوشش کردم و لباسش رو برداشتم. انداختمش توی سلول و در و قفل کردم. تو کسی رو که برای نجاتت اومد کشتی؟ تری مکس کرد و نگاه عجیبی به پدرم انداخت. مثل پدری که نمیداند باید پدیده ای طبیعی و پیچیده را برای بچهش توضیح بدهد یا نه. بعد ادامه داد. بعدش خیلی ساده بود. تموم زندون آتیش گرفته بود و حتی کلیدی که دزدیده بودم به کارم نیومد. تموم درا باز بودن. بالاخره یه جوری از روهای دود گرفته گذشتم و رسیدم بیرون زندان. شهر رو دیدم که توی آتیش میسوخت و خودم رو توی دود گم و گور کردم. همین. پس فرانکلین بود که توی سلول تو جزقاله شد. آره فکر کنم خاکستر اونو جمع کردی. بعدش چی شد؟ آها تو رو وسط آتیش دیدم. صدات کردم ولی منو ندیدی. بعد دیدمت که داری می سمت تله. داد زدم چپ برو سمت چپ. تو هم رفتی و ناپدید شدی. صدا تو شنیدم. فکر کردم روح نکبتته بی اصل و نسب. چند روز تو سیدنی قایم شدم و بعد سوار یک کشتی شدم که میرفت اندونزی. تمام قاره ها رو گشتم ببینم چی دارن که بهم به بدن. و اینجا توی تایلند موندگار شدم همون موقع تاونی دموکراتیک که تبهکاری رو پای ریزی کردم ادی چی؟ ادی از همون اول با من کار میکرد سعی کردم ردت رو بگیرم مارتی ولی از استرالیا رفته بودی پس بهترین کار این بود که ادی رو بفرستم یه جایی نزدیک کارولین که منتظرت بمونه آدرس کارولین رو از روی نامه ای برداشتم که وقتی زندان بودم برام فرستاده بود. دادمش به ادی اونم یه اتاق نزدیک کارولین اجاره کرد و منتظر منتصر تا سر کلت پیدا بشه. از کجا اینقدر مطمئن بودی میرم سراغ کارولین؟ مطمئن نبودم ولی حدسم درست بود نبود؟ چرا به ادی نگفتی به من بگه تو زنده ای؟ فکر میکردم به اندازه کافی برات دردسر درست کردم تو خیلی مراقب من بودی مارتی شاید فکر میکنی حواسم نبود ولی من میفهمیدم خیلی نگران منی نمیخواستم با دونستن اینکه من زندم یه بار دیگه روی دوشت بذارم تو به ادی گفتی کارولین رو میلیونر کنه معلومه رو کرد به کارولین و گفت وقتی راجب به پسرت شنیدم واقعا متاسف شدم. بابا گفت ادامه بده تری. همین بود. ادی رو گذاشتم که حواسش به تو باشه. وقتی به من گفت هیچ پولی نداری بهش گفتم به تو کمک مالی کنه. ولی تو قبول نکردی. نمیدونستم چجوری کمکت کنم. بنابراین یه جوری برنامه کردم که برای من کار کنی. متاسفانه بد وقتی بود. یه راست رفتی وسط یه تصویه حساب کوچولو. اصلا خبر نداشتم زن دیوونت میخواد بپره تو قایقی که قرار بود منفجر بشه. خیلی راه دیوانواریه نه؟ ببخشید جسپر. دیگه چی؟ خب وقتی جسپر رو بردی استرالیا ادی رو فرستادم دنبالت اون با یه سری گزارش وحشتناک برگشت دوباره بهت کار دادم یکی از کلوبامو دادم به چرخونی ولی زدی داغونش کردی و روانه تیمارستان شدی بعد بهت یه مقدار پول دادم هزار تو بسازی و همین بعد تمام استرالیا رو با ایده های عجیب و غریب زیر و رو کردی و الانم اینجایی. دیگه تقریبا هرچی بود گفتم. وقتی پدرم قصه برادرش را حزم می کرد تمام هستیش به نظرم پوستر یک فیلم هالیوودی آمد. احساس می کردم اگر از کنار نگاهش کنم ارزش چند میلیمتر بیشتر نیست تری گفت وقتی تو سلول بودم و فکر می کردم چند ثانیه بیشتر با مرگ فاصله ندارم تمام چیزایی که سعی کرده بودم انجام بدم جلوی چشمم رژه رفتن احیای اخلاق در ورزش واقعا کار مزخرفی بود فکر کردم اگه حادثه ای برام پیش نمی اومد میتونستم 80 90 سال زندگی کنم ولی گند زده بودم به همه چیز از دست خودم عصبانی بودم عصبانی سعی کردم بفهمم چرا همچین کاری کردم چه فکری می کردم و فهمیدم تمام تلاشم این بوده ردی از خودم باقی بذارم تا وقتی مردم یه جورایی هنوز تو این دنیا باشم. همه چیز توی این یه جورایی مسخره خلاصه می شد. می دونین درست در آستانه مرگ متوجه چی شدم؟ اینکه دیگه هیچی برام مهم نبود. نمیخواستم از خودم یه مجسمه بسازم. یه جور تجلی. تا حالا همچین چیزی رو تجربه کردین؟ مال من این بود. فهمیدم خودم رو کشتم چون میخواستم تا ابد زندگی کنم. به خاطر یه چیز ابلهانه که نمیدونستم چیه زندگی ما انداخته بودم دور. گفتم پروژه من و بابا به هم نگاه کردیم. آره پروژه به هر حال قسم خوردم اگه سالم از اونجا بیام بیرون توی لحظه زندگی کنم و هر کسی رو دستم رسید تور کنم و بذارم اطرافیانم هر کاری دلشون میخواد بکنن. عهد کردم به توصیه هری عمل کنم و تا آخر عمرم ناشناس باقی بمونم. تری ناگهان با چشمانی شفاف و جدی رو کرد به کارولی. میخواستم بهت تلفن کنم. ولی هر بار میرفتم سمت تلفن یاد سلولم میافتادم. یاد اون اتاق مرگ. و میفهمیدم عاشقت نیستم فقط نسبت بهت حس مالکیت دارم عشق هم درست مثل کشتن ورزشکارا فقط راهی بود تا خودم و چه میدونم از مرگ حفظ کنم برای همین تصمیم گرفتم فقط بدکاره ها رو دوست داشته باشم دیگه نمیتونستم دوباره درگیر حسادت و حس تملک بشم به حرف هری گوش کردم و از رقابت کشیدم کنار من آزادم از اون روز به بعد آزادم میدونی الان چی کار میکنم هر روز صبح که از خواب بیدار میشم ده بار به خودم میگم من یه جونور بدون روح فانی هستم با عمری که به شکل شرماوری کوتاهه و بعد میرم بیرون و دنیا تو هر وضعیتی هم که باشه عین خیالم نیست توی تاوانی سود خیلی زیادی نیست ولی میگذرونیم به هر حال چون تایلند خیلی ارزونه خیلی سکوتی طولانی حکم فرما شد و هیچ کس نمیدانست کجا را نگاه کند بابا بالاخره گفت استرالیا عاشق توه تری در جوابش گفت و از تو متنفره. به رغم مسیرهای متفاوتی که در زندگی انتخاب کرده بودند، دو جاده کم رفته آمد در دو جهت مخالف، این دو برادر به یک نتیجه واحد رسیده بودند. تری طبیعتا از طریق تجلی و تولدی دوباره پس از روان زخم تجربه نزدیک به مرگ و پدرم از طریق تفکر و تعمق و تعلق خاطر به مرگ تری کم سواد که پدرم یک بار گفت بلد نیست اسمش را با ادرار روی برف بنویسد توانسته بود از روی غریزه تله های ترس از مرگ را ببیند و راحت از رویشان بپرد از سوی دیگر پدرم با خرد ورزی تله ها را تشخیص داده بود و با این حال در تک تکشان اسیر شده بود. بله راحت در چهرش می دیدم. بابا خورد شده بود. تری با حقیقت پدرم زندگی کرده بود در حالی که پدرم نتوانسته بود با حقیقت خودش زندگی کند. بابا پرسید حالا قرار چی بشه؟ با من میمونین. همتون. به هم نگاه کردیم. میدانستیم فکر خوبی نیست ولی چاره دیگری نداشتیم. هیچ کس از جایش تکان نخورد. شبیه قبیله قارنشین بودیم که قارشان جلوی چشمشان فرو ریخته. وقتی نگاه هم بین پدرم و برادرش در نوسان بود با خودم گفتم این روانی ها هستند. بعد فکر کردم جنایتکارهای حرفه‌ای و فلاسفه به شکل شگفتانگیزی در خیلی چیزها اشتراک دارند. هر دو با جامعه تضاد دارند. هر دو با قوانین تغییر ناپذیر خودشان زندگی می کنند و از هیچ کدام والدین به درد بخوری در نمی آید. چند دقیقه گذشت و با اینکه هیچ کس از جایش جمع نخورد حس کردم این دو برادر از همین حالا تکه کم کردند زندگی در تایلند بی دقدقه بود به سرزمین لبخند مشهور است اسم بی مسمعی نیست تایلندی ها همیشه نیشخند به لب دارند در حدی که اوایل فکر می کردم در سرزمین حالوها ساکن شده ایم. ولی هر و مرج بانکوک با وضعیت ذهنی من هماهنگ بود. غیر از آب شیر و لبخندهای مشکوک حواسم فقط باید به یک چیز می بود. تایلندی ها به قدری سر را ارزشمند و پا را بی ارزش می مرند که همه به من می گفتند نباید با پایم به کله کسی اشاره کنم. انگار خبر داشتند که قصدش را دارم. در یک راهنمای سفر نوشته بود خارجی ها می توانند راه به بودایی شوند و به نظرم آمد رزومم فقط این عمل درخشان را کم دارد. ولی بعد فهمیدم راهب ها حق کشتن حشرات را ندارند حتی اگر به پیجامت حمله کنند. دروغ نمی توانند بگویند دزدی نمی توانند بکنند از رابطه جنسی و تجملات و آبجو و اسپرسوی دوبل هم نه شدند پس به این ترتیب کاری جز مراقبه و اود سوزاندن آینی نداشتند فلسفهشان بر پایه این درک استوار شده که تمام زندگی رنج است که هست خصوصا وقتی از دزدی دروغگویی رابطه جنسی تجملات آبجو و اسپرسوی دوبل هم محروم باشی بگذریم میزان نفرت وجودم بیشتر از این بود که بتوانم راه به بودایی بشوم. در ذهنم نامه هایی به آسمان خراش جهنمی می نوشتم که در آنها ترکیباتی مثل حرز دماغ و نفرین مثل امیدوارم اینقدر صرفه کنی که رحمت از دهانت بیاید بیرون استفاده میشد. شد. بودایی عموماً چنین طرز تفکری ندارند. به تری گفتم میخواستم تیم لانگ را بکشم و دوتایی اینقدر خندیدیم که پهلویمان درد گرفت. یخمان آب شد. بعد از آن خیلی روزها و شبها را با هم گذراندیم و من با گوشهای خسته ولی هیجان زده به رخت خواب میرفتم. تری هم مثل برادرش وقتی میافتاد به حرف زدن دیگر کسی جلودارش نبود. و یکپند در مورد هر موضوع قابل تصوری حرف های جنون میزد. می فقط گاهی سخنانش با لحظات باتن بینی قطع میشد. یک انگشتش را بالا می آورد. انگار میخواست به جهان بگوید سکوت کند و بعد روی پاهای چاقش با دهانی گوشوده ولی بی صدا تاب می خورد و چشمانش را جوری تنگ می کرد. انگار مشعلی جلوی صورتش روشن کردند. چند دقیقه این گونه می گذشت تا اینکه انگشتش پایین بیاید و دوباره شروع کند حرف زدن. این کار را هر جا که می رفتیم انجام می داد. در رستوران ها و بازارهای های در مزارع خشخاش و کلوب ها. هرچقدر بیشتر با تری وقت می گذراندم، بیشتر پشت لبخند شیطانیش قدرت و چیزی نامی را می دیدم. حتی خورده های ماهی سخاری روی ریشش هم به نظر بی زمان می آمدند. انگار از ازل همانجا بودند. عادتهایی باور نکردنی داشت. دوست داشت در خیابان ها ول بگردد تا جیبش را بزنند. اغلب اجازه میداد جیب بر کارش را بکند و بعد درباره چیزهایی که ازش دزدیده بودند حرف میزد و می خندید. بعضی وقتها جلوی جیب بر را می گرفت و به او می گفت ایراد کارش کجاست. گاهی می رفت مسافر خانه های ارزان قیمت و با لحجه آلمانی حرف می زد و خوش می گذراند. و هرگز حتی یک طلو یا غروب را از دست نمیداد. یک روز عصر خورشید نارنجی سیر را نگاه کردیم که افق را رنگین می کرد. این غروب و آلودگی یه شهر شلوغ زیبا کرده. بالاخره یه نفر باید اینو بگه. بذارون یه نفر من باشم. کار طبیعت در مقایسه با این رنگ و رو نداره. این حرف راجب به کشتار جمعی هم صادقه. یه روز بالاخره همه ما در درخشش یک زمستان اتمی قسل میکنیم عجب زیافتی برای چشما علاوه بر قاچاق هروئین و فحشا کار اصلی تاوانی دموکراتیک تبهکاری شرطبندی روی مسابقات بکس تایلندی بود ورزش ملی تری مرا میبرد مسابقاتی که توش به یکی از حریف ها رشوه داده بود تا علکی خودش را بیاندازد زمین. یادم می آید به میراسش در استرالیا فکر می کردم. اینکه چقدر پاک کردن عرصه ورزش استرالیا از فساد برایش مهم بود و از اینکه حالا چطور گند میزد به تمام عقایدش انگشت به دهان میماندم اغلب برای رفتن به سالن بوکس کنار خیابان می ایستادیم و تری سعی می کرد، یک موتور سه چرخه بگیرد. رانندهها ها می و فرار می کردند. هیچ کدام حاضر نبودند عموی ماموت مرا سوار کنند. این بود که مجبور بودیم پیاده برویم. حتی یک بار هم عصبانی نشد. دوستاش داشت پیاده برویم بازار تر بار تا برای خودش یک حلقه گشنیز بخرد و بیاندازد دور گردنش از هر گلی خوشبوتره موقع مسابقه در مورد همه چیزم سوال می کرد. چی دوست دارم؟ چی دوست ندارم؟ امیدهایم چیست؟ ترسهایم؟ آرزوهایم؟ تری با اینکه منبع درآمدش فحشا بود و قمار و مواد مخدر از آن دست آدم ها بود که آدم را به راستگویی تشویق میکنند جوری خودم را برایش ایان کردم که به عمرم برای کس دیگری نکرده بودم با دقت به اعترافاتم گوش می کرد و وقتی داستان عاشقان ترسناک آسمان خراش جهنمی را برایش تعریف کردم گفت فکر می کند من سمیمانه دوستش دارم نه واقعا نمی توانستم با نظرش مخالفت کنم ولی چیزی که بیشتر از هر چیز دیگر هیجان زده میکرد نظرات عمویم بود درباره دنیای واقعی زندانها و قتل عام ها و کارخانه ها ها و سلاخانه ها و جنگ های داخلی و شاهان و دزدان دریایی مدرن واقعا خلاص شدن از شر دنیای بنبست فلسفی خفقان آور پدرم نعمتی بود. تری از تجربیاتش در چین و مغولستان و اروپای شرقی و هند حرف میزد. از یورش‌هایش به مناطق دور افتاده و خطرناک از جنایت کارهایی که در قمارخانه های کثیف دیده بود و اینکه چطور به عضویت تاوانی دموکراتیک تبهکاری درشان آورده بود از خوانده حرف میزد و از اینکه با کتاب های مورد علاقه پدرم شروع کرده بود اینکه اوایل چقدر زحمت کشیده به دنیای کتابها راه پیدا کند و بعد چنان عاشق کلمات چاپی شده که دیگر کتاب از دستش نمی افتاده. در صحراها و جنگل سوار قطارها و شطورها. از لحظه ای گفت که پرخوری حیرت آورش را آغاز کرده. در جمهوری چک با خوردن سوپ سیب زمینی سرد غذا را ارتباط با بشریت میدانست و موقع سفر هر جا که میرفت به مهمانی های خانوادگی دعوت میشد و با تمام نژادها به شکلی آینی غذا میخورد و تمام فرهنگ ها و رسم های دنیا را چشید. می گفت چاق بودن یعنی عشق به زندگی و من فهمیدم شکمش دژی تسخیر ناپذیر نیست که در زدیت با دنیا بنا شده آغوشی است برای دربر گرفتن جهان چندتا سوگلی هم داشت که زیاد می آمدند. اغلب همراه ما غذا میخوردند و همیشه لبخند میزدند و میخندیدند. نمیشد انکار کرد تری دوستشان داشت. عشقش هیچ پیچیدگی نداشت. عشق حقیقی بود و من نمی توانستم عشق او را با عشق خودم به آسمان خراش جهنمی مقایسه نکنم که به قدری در مقوله مالکیت اسیر بود. که دیگر نمیشد اسمش را گذاشت عشق بابا ماهای اول اقامت در تایلند را با کچ خلقی در انزوا گذراند به ندرت خطر بیرون آمدن با ما را میپذیرفت و در رستورانهایی پر از توریست های استرالیایی می نشست. گاهی اسمش را بین مکالمات استرالیایی ها می شنید و لوس شدن نامش در حالت سوم شخص با می شد تهوع بگیرد. گاهی روزنامه های استرالیایی می خرید و دندان قروت کنان ورقشان می زد و بعد برای سردبیرها نامه های مفصل می نوشت. نامه هایی که التماسش می کردم نفرستد. من خودم را از روزنامه ها دور نگه می داشتم و قسم خورده بودم تا آخر هم دست بهشان نزنم. به این نتیجه رسیده بودم روزنامه خواندن مثل این است که پیشا به خودت را بنوشی. بعضی ها می برای سلامتی خوب است ولی من که چنین اعتقادی ندارم. شاید امواج مرگ که از استرالیا می آمدند بالاخره کار خودشان را کردند چون پدرم دوباره شروع کرد به مردن کاملا واضح بود سرطان دوباره در ریه‌هایش فعال شده و مشغول گستردن خودش است در عرض چند ماه بدنش بدل شد به هسته مرکزی یک تئاتر وحشت. انگار از درون خورده میشد. به شکل ترسناکی از گوشت به استخوان تبدیل میشد، رنگ به چهره نداشت و انگار وجودش با متان پر شده بود. بالاخره دیگر آینه ها را کنار گذاشت. دیگر ریش نمیزد. و مثل کشتی شکسته ها در خانه تری پرسه می زد. اینقدر لاغر شده بود که می توانست در ابرها شنا کند. بعد ناگهان مسیر حرکتش به سوی مرگ متوقف شد. نه بهتر میشد و نه بدتر. کاملا برایم روشن بود منتظر چیزی است، منتظر است کاری بکند و تا وقتی کارش را به سرانجام نرساند نخواهد مرد درباره نیروی لجاجت خیلی می شود حرف زد مردم اغلب اراده به زنده ماندن دارند افلیچ ها راه می روند و مرده ها واعظ می شوند اطرافتان را نگاه کنید پیش می آید اول تری و کارولین به او التماس می کردند، برود دکتر و دوباره شیمی درمانی کند. ولی گوشش به نبود. میدانستم حرف مرا هم گوش نمی کند ولی دائم یاد آنوک می افتادم و باور محکمش به نیروی مدیتیشن. سعی کردم متقاعدش کنم ممکن است بتواند با مراقبه بر سرطان غلبه کند. برای اینکه سر به سرم بگذارد یک روز عصر دست به کار شد. با هم کنار پای بودا نشستی. به او گفتم قدرتی فرا انسانی و شدیدترین شکل کنترل ذهن لازم است. ولی پدرم نمیتوانست بر دودلیش غلبه کند. وسط مدیتیشن یک چشمش را باز کرد و گفت میدونی منکن راجع به بدن انسان چی گفته؟ گفته خطاها و ناتوانیها در انسان به اوج رسیدن. به عنوان یک مکانیسم بین موجودات بدترینه. در قیاس با انسان ماهی آزاد یا حتی یک استافیلوکوک مکانیسم بهینه و درستری دارد. انسان در جانورشناسی تطبیقی بدترین کلیه ها رو داره، بدترین ریه ها و بدترین قلب. چشمش با توجه به کاری که مثلا باید انجام بده از چشم کرم خاکی ناکارآمدتره. گفتم درست گفته. خب پس چی باعث شد فکر کنی مدیتیشن میتونه بیمایگی ذاتی بدن منو از بین ببره؟ نمیدونم. فقط یک ایده بود. ایده به درد نخوریه. میدونی هراکلیتوس گفته سرشت هر انسان سرنوشتشه؟ این حرف درست نیست. سرنوشت هر آدمی بدنشه. بابا به زور از جا بلند شد و انگشت پای بودا را گرفت که تعادلش را از دست ندهد و لنگ لنگان برگشت سمت خانه. کارولین کنار در ایستاده بود و تماشایمان می کرد. شنیدم که پرسید چطور بود؟ پدرم جواب داد عالی بود خوب شدم چند میلیارد سال دیگه زنده میمونم. نمیدونم چرا قبلا این کارو نکرده بودم. کارولین بی سر تکان داد و بعد دنبال بابا رفت توی خانه. بیچاره کارولین. علاوه بر پرستاری از پدرم مشکلات خودش را هم داشت. خودش هم متعجب بود از اینکه تسلیم تقیانهای احساسی و حملات ناگهانی گریه شده بود. اتفاقات استرالیا تأثیر زیادی رویش گذاشته بود. او همیشه خود را زنی پوست کلفت و بیخیال و جسور می دانست که به زندگی عشق می ورزد و هیچ چیزش را جدی نمی گیرد. خصوصا نظر مردم را. ولی این نفرت متمرکز بر او اثری جدی و فلج کننده گذاشته بود. ترسو شده بود و درونگرا این تغییر را میدید و دیگر خودش را دوست نداشت از همه مهمتر پیدا شدن ناگهانی تری محبوب کودکیش ازدواجش با پدرم را زیر سوال برده بود من خوب نمیخوابیدم و برای همین نمایش های آبکی شبانهشان را میشنیدم کارولین با چشم های قی گرفته می آشپزخانه تا برای خودش چای درست کند. بابا یواشکی تعقیبش می کرد. نفس کشیدن آب گوشتیش همیشه دستش را رو می کرد. کارولین میپرسید پرسید چی کار می کنی؟ هیچی پامو می خارونم. داری جاسوسی منو می کنی؟ من جاسوسی نمی کنم کارولی. دلم برات تنگ شد. همین. رمانتیک نیست؟ فکر می کنی من میخوام چیکار چی کار کنم؟ فکر می کنی منتظر میشم شم تو خوابت ببره و بعد چی؟ منظورت چیه؟ میدونی منظورم چیه؟ مطمئن باشید به عمرتان اینقدر معنای پنهان نشنیدید. کارولین و پدرم اتاق کناری من زندگی می کردند. خیلی شبها ساعت سه صبح صدای باز شدن در را می شنیدم. روی تختم می نشستم و پیکر نحیف کارولین را نگاه می کردم که سمت مجسمه بودا روی چمن راه می رفت. در محتاب می توانستم همه چیز را ببینم. گاهی دستش را روی شانه مجسمه میگذاشت و اگر شبی ساکت بود و پرنده ها نمی صدایش را می شنیدم. اون چاق و نفرت انگیزه. یه جنایت اون یک جنایت کار چاق و نفرت انگیزه و مرده. اون چاقه و مرده و عاشق زنهای بده. یک بار شنیدم که گفت خودم چی هستم؟ هیکلمو ببین منم توفهی نیستم. دردناکترین لحظات زمان رفتن به رخت خواب بود. باد کرده و مست از غذای عصرگاهی روی کوسنهای کف و اتاق دراز می کشیدیم که ناگهان مکالماتمان تبدیل میشد. به حرف هایی در رحم مرده. بابا من خستم. کارولین خب برو بخواب. بابا نگاه شومی به تری می انداخت. میرم کم کم. کارولین خب من میرم بخوابم. تری منم. بابا منم. بابا هر کاری میکرد تا کارولین و تری با هم تنها نمانند موقعیت مزخرفی بود هرچند احساس میکردم از اینکه برادرش به او خیانت کند بدش نمیآید خیانت برادر ملودرامی آبکی با ابعادی انجیلی محسوب میشد و هدیه‌ای بود به مردی در حال مرگ هدیه‌ای که نشان می‌داد زندگی فراموشش نکرده و یک نقش در های کثیفش برای او کنار گذاشته. بعد یک شب کارولین را دیدم که یواشکی با موهای آشفته از اتاق تری بیرون آمد. مرا که دید خوشگش زد. نگاهی خسته به او انداختم. چه کار باید می کردم؟ چشمک می زدم. هیچ جوره نمی توانستم بابت این کار سرزنشش کنم. در کل وضعیت قابل دفاعی نبود. فقط می گفتم، کاش کمی صبر می کرد. چیزی نمانده بود تا پدرم از سر راهش کنار برود. سرطان از قلبهای شکسته شکوفا می شود. لاشخوری است که منتظر میماند گرمایت را از دست بدهی بابا اغلب از شرم زندگی نزیستش حرف میزد ولی در واقع این شرم زندگی بی اشقش بود که داشت هلاکش میکرد مطمئن نبودم تری از نقشش در این مثلث آگاه است و فکر کنم خبر نداشت کاری را که پدرم رویایش را داشت با موفقیت به انجام رسانده بود و با این کارش پدرم را به شکلی بازگشت ناپذیر از خود دور کرده بود شاید اگر میدانست اینقدر پدرم را اذیت نمیکرد چند ماه بعد از رفتن ما به تایلند تری گیر داد که می تواند کاری کند روزهای آخر پدرم سرشار از شادی و شگفتی شوند و من را هم یار گرفت تا بهش کمک کنم. ستایی رفتیم و برهنه در رودخانه شنا کردیم و به شکل گیری ابرها خیره شدیم. بعد در دعوای های جنگی شرط بستیم و خوشگذرانی کردیم. بابا از این وقفه هایی که تری در مرگش می بیزار بود و فقط با کراهت و نفرت برادرش را نگاه می کرد. من به شخص خوشحال بودم از اینکه بالاخره داشتم کاری میکردم. شاید از اینکه یکی دیگر پیدا شده بود که نگران پدرم باشد احساس آزادی می کردم. ولی از وقتی پایمان به تایلند رسیده بود انرژی زیادی پیدا کرده بودم. احساس می کردم قوی تر شدم. حس می کردم می توانم پشت یک حیوان پرزور را به خاک بمالم. هر روز صبح زود بیدار می شدم و پیاده از این سر تا آن سر بانکوک می رفتم و شب برمیگشتم توی رخت خواب. زیاد خواب لازم نداشتم. از فعالیت هایی که تری برای تقویت پدرم در نظر گرفته بود نیرو می گرفتم. یک روز عصر که هوا به شکل فاجعه باری گرم بود بعد از یک پیاده روی طولانی روی ننو دراز کشیدم و به بودای عظیم زل زدم و در ذهنم فهرستی از تجارب زندگیم درست کردم تا ببینم بدون اینکه در زمان اتفاق بهشان توجه کرده باشم بیوقف در ذهنم به هم بافته میشوند یا نه. فکر می کردم می توانم با رمز گشایی از گذشته آینده را پیش بینی کنم. نتوانستم. سایه ای بر من افتاد. از پایین به نیمتنه ی لخت تری نگاه کردم. همیشه دیدنش بدون پیراهن آدم را تحت تأثیر قرار می داد. به این فکر می انداختم که نظم معمول روشنگری را برهم زده و آرامش بوداییش را از بیرون به درون حاصل کرده. تری گفت آماده ای؟ برای چی؟ میخوایم موتور پدرتو باتری به باتری کنی. از روی ننو پریدم پایین و دنبال تری رفتم اتاق پدرم. به شکم روی تخت خوابیده بود. اصلا متوجه ورود ما نشد. ببین مارتین. احساس نمی کنی سنگینی زیاد قدرت حرکت رو ازت گرفته؟ ببین کی داره از سنگینی حرف میزنه؟ دلت نمیخواد عوضش یه برگ باشی توی باد؟ یا یه قصر بارون یا یه ابر پنبه شاید بخوام شاید نخوام. باید دوباره متولد بشی مارتی. باید بمیری و دوباره به دنیا بیای. من برای تولد دوباره خیلی پیرم. در زم تو فکر کردی کی هستی؟ تو یه قاتلی زب در صد. شایدم بیشتر. مواد قاچاق می کنی. اسلحه می فروشی. ولی باز اینقدر رود زیاده که ادعای حکمت و فرزانگی می کنی. این همه رویی مریضت نمی کنه؟ سوال خوبیه مارتین. این یه تضاد دلپذیر همین. خدایا این بحث های آزاردهنده کی تمام می شود؟ تری پدرم را از تخت بیرون کشید و ما را کشان کشان برد به یک میدان تیراندازی تا با شاتگان به هدف شلیک کنی. نه من از تفنگ خوشم می آمد و نه پدرم. لگد اسلحه باعث شد به پشت بیفتد زمین تری رویش خم شد و پدرم با دهان باز نگاهش کرد تمام تنش میلرزید یه چیزی رو به من بگو مارتی این همه فکر کردن به مرگ تو رو کجا برده به گور پدرم بخندم اگه بدونم جسپر میگه تو فیلسوفی هستی که اینقدر فکر کرده که به یه گوشه رونده شده. جسپر اینو میگه راجه به اون گوشه به هم بگو. چجوریه؟ چطور رفتی اونجا؟ فکر میکنی چی میتونه بیاردت بیرون؟ بابا گفت کمکم کن بلند شم. وقتی روی پای استاد گفت خلاصه میگم چون آدما اینقدر فانی بودن خودشون رو انکار میکنن که تبدیل میشن به ماشین های معنا من نمیتونم به هیچ چیز فراتبیعی باور داشته باشم چون فکر میکنم خودم اونها رو به خاطر میل مذبوحانه به خاص بودن و بقا جعل کردم خب شاید به خاطر اینه که تو هیچ وقت تجارب ارفانی نداشتی. گفتم داشته یه بار تمام اتفاقات جهان و همزمان دیده ولی هیچ وقت دنبالش رو نگرفته. پدرم گفت پس ماهیت گوشه رو فهمیدی؟ وقتی آدما مدام برای انکار مرگ معنا خلق می کنند چطور میتونم بفهمم خودم اون تجربه رو جل نکردم؟ نمیتونم مطمئن باشم. بنابراین پیش فرضم اینه که خودم جعلشون کردم. پس تو هیچ وقت روحت رو جدی نگرفتی؟ راجع به روح با من حرف نزن. من بهش اعتقاد ندارم. جسپر هم نداره. تری رو کرد به من. شانه بالا انداختم. راستش نتوانسته بودم تصمیمم را درباره وجودش بگیرم. بابا راست می گفت روح جاودان توی کتم نمی رفت. به نظرم درباره تاریخ انقضایش اقراق شده بود. در عوض به روح فانی اعتقاد داشتم. روحی که از زمان تولد همراه جسم بیوقف فرسوده می شود و همراه جسم می میرد. هرچقدر همین نظریم هم ضعف داشته باشد به نظرم خیلی عالی می آید و کاری هم ندارم بقیه چه میگویند؟ ببین مارتی ولش کن. ذهنی رو که میخواد معماهای جهان رو حل کنه رها کن. تموم شد. تو باختی. بابا با بیحالی گفت نه تو ببین تری اگه من غلط زندگی کردم اگه گند زدم و باز هم گند بزنم فکر می حفظ وضعیت فعلی وجود پر از ضعفم خیلی خیلی کمتر تراژیکه تا اینکه بخوام خودم و دقیقه آخر تغییر بدم نمیخوام مرد در حال مرگی باشم که پنج ثانیه قبل از مرگ زندگی رو یاد میگیره. من از مسخره بودن خودم راضیم و نمیخوام زندگیم تبدیل به تراژدی بشه. خیلی ممنون. من شاتگانم را مسلح کردم، هدف گرفتم و برای اولین بار زدم وسط سیبل. رو کردم به بابا و تری ولی هیچ کدام ندیده بودند. هر دو بی حرکت بودند. دو برادر که کنار هم ایستاده بودند ولی در دو دنیای متفاوت زندگی می کردند. آنشب خودم را زیر ملافه و پتو دفن کردم. تیرهایی که تری به بابا شلیک کرده بود ظاهرا به جای خوردن به هدف به من اصابت کرده بودند به نظرم می آمد موضع سفت و سخت پدرم نسبت به مرگ احتمالاً به من هم ارث خواهد رسید به رغم آرزویم برای اینکه آینه متضادش باشم باید قبول می کردم شباهت های ناجوری بینمان وجود داشت. من هم مثل او ذهنی فضول و خستگی ناپذیر داشتم که هدفش حل کردن معماهای خلقت بود. و درست شبیه او نمیدانستم چطور وقفه ای بین تجسس های بی انتها و بی فایده بیاندازم. فکر کنم تری عمدن این حرف ها را به پدرم زد که من بشنوم. خودش خوب می دانست که پدرم حاضر نیست یک اتم از شخصیتش را تغییر بدهد و بنابراین از گفتن این حرف ها هدفی داشت. می دانستم درونم گرایشی معنوی وجود دارد. چیزی که پدرم از آن بی بهره بود. ولی این گرایشم جزئی بود و لاینحل. خیلی دور از ذهن نبود. یک روز از خواب بیدار شوم و ببینم از مرکز وجودم فاصله گرفتم و مثل زامبی دنبال پدرم راه می روم. یکی در اتاقم را زد. چیزی نگفتم ولی در باز شد. تری مثل اردک از پهلو وارد اتاق شد. لعنت به این درای کم ارز. هی hey, جسپر نظر تو باید به هم بگی. چی کار کنیم این آخرین روزا به بابات خوش بگذره؟ ولکن تری. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بذار به حال خودش باشه. میدونم. شاید بهتر باشه همه با هم بریم سفر. همه با هم؟ آره بریم یه ایلاق. میتونیم بریم به ادی سر بزنیم ببینیم چی کار میکنه. به نظرم که خیلی جالب نمیاد. پدرت زیاد میزون نیست. فکر کنم مصاحبت قدیمی ترین دوستش براش بد نباشه. زمنان طبیعت و هوای خوب حالش رو جا میاره. نمیتونی حالش رو جا بیاری. اون داره میگنده. من میرم به همه بگم. سب کن. پس تاوانی چی میشه؟ خشخاش نداری برای کشت؟ توفنگا رو کی بفروشه؟ موقعی که من نیستم بقیه همه کارا رو میکنن. ببین تری. بابای من با زیبایی طبیعت از خود بی خود نمیشه. پدیده های طبیعی باعث میشن به بدترین شکل ممکن توی خودش غرق بشه. اون باید حواسش پرت بشه نه اینکه یه سفر بره به اعماق وجودش. زمنان تو با کارولین بله و اونم فهمیده. نخیر اصلا بی خیال تری دیدم از اتاقت اومد بیرون. ببین جسبر کارولین خسته شده همین. حرف زدن با تری بی نتیجه بود. تصمیمش را نمیشد عوض کرد. باید میرفتیم رفتیم دهکده کوهستانی و دوردست و چند هفته پیش ادی می ماندیم. گوش کردم و شنیدم بدون هیچ زرافتی خبر را به بابا و کارولین داد و با اینکه هر دو مخالفت کردند فردا صبح همه ما را مثل گوسفند سوار جیب کرد در راه به چیزهایی که تری درباره پیشینه ادی گفته بود فکر کردم. پدرش در دهکده کوهستانی که در آن زندگی می کردند تنها دکتر بوده و خانوادهش هم از ادی جوان انتظار داشتند راه پدرش را دنبال کند. آرزوی والدینش این بوده که ادی بعد از بازنشستگی پدرش جای او را بگیرد و به قدری این میل درشان قوی بوده که این آرزو آرزوی ادی هم شده. بعد از سالها صرف جویی و از خود پسرشان را فرستادند دانشکده پزشکی و او هم با اشتیاق و قدر شناسی وارد دانشگاه شده. از وقت بعد وقتی ادی برای اولین بار کتاب‌های درسی پزشکی را باز کرده همه چیز به هم ریخته. به همان اندازه که دوست داشته به آرزویش برسد و والدینش را راضی کند از باطلاقی که در بدن انسان بود منزجر شده. بنابراین تمام دوره انترنیش به زدن گذشته. واقعا هیچ عضوی از آناتومی انسان نبوده که بتواند تحملش کند. ریه ها، قلب، خون، اما و احشا نه تنها نمادهای محوه حیوانیت انسان بودند بلکه چنان آسیب پذیر و مستعد بیماری و از هم که اصلا نمیفهمیده انسانها چطور از این دقیقه تا دقیقه بعد زنده میمانند سال دوم دانشگاه با یک دانشجوی زیبای روزنامه نگاری ازدواج کرده. مشکل اینجا بوده که این دختر را با بی صداقتی به دست آورده. چون در مورد آیندهش در حرفه پزشکی کلی لاف زده و پیشبینی زندگی مشترک موفقی کرده. چیزی که برای هر کس دیگری اتفاقی شیرین محسوب می برای ادی شکنجهی پنهان بود. برای وارد شدن به پیشه پزشکی تردیدهای جدی داشته ولی مطمئن نبوده به طور موروسی آنقدر جذابیت داشته باشد که همان جور که هست هم مقبول باشد. حالا چیزی دیگر روی دستش بوده که سردرگمی و احساس گناهش را و برابر می کرده. ازدواجی بر پایه یک دروغ. بعد با مردی آشنا شده که زندگیش را از این رو به آن رو کرد. ساعت دوی صبح تریدین با چاقوی کوچک در پشتش به اورژانس آمده. زاویه چاقو طوری بوده که خودش نمیتوانسته درش بیاورد. وقتی ادی چاقو را میکشد بیرون رفتار بیقلقش تری به همراه سکوت شیفت شب دست به دست هم میدهند تا ادی سر درد دلش باز شود و از احساسات پیچیدش با بیمار حرف بزند. از پادر هواییش بین وظیفه و انزجار و تکلیف و ترس از شکست. از این حرف زده که آیا میخواهد یک دکتر لعنتی باشد یا نه قبول کرده از شغلش متنفر است و اگر در بر همین پاشنه به چرخد کارش به خودکشی خواهد کشید ولی چطور می توانست همان لحظه خود را خلاص کند اگر شغلش را رها می کرد از کجا پول در می آورد تری مشتاقانه گوش کرده بود و همان لحظه شغلی پر درامد ولی غیر عادی به او پیشنهاد داده بود. سفر به آن سر دنیا و مراقبت از برادرش و کمک به او در مواقع نیاز. خلاصه اینکه دوست و حامی مارتین دین شود. ادی به خانواده و نو عروسش خبر را اعلام کرده قلب هر دو را شکسته و راهی پاریس شده. اطراف کارولین کشیک کشیده تا سر و کله پدرم پیدا شود. عجیب ترین چیزی که فهمیدم این بود که ادی از همان روز اول تحمل پدرم را نداشته. تمام این سالها حالش از پدرم به هم میخورده ولی حتی یک لحظه این نفرت را بروز نداده باور کردنی نبود به نظرم فریبکاری عدی اینکه بیست سال تظاهر به دوست داشتن کسی کرده بود تنه به یک جور استعداد شگرف موسیقیایی میزد بعد به این نتیجه رسیدم. مردم احتمالا تمام عمر تظاهر به دوست داشتن خانواده، دوستان، همسایگان و همکارانشان می کنند. و بیس سال واقعا فری به نیست. وقتی از شهر خارج می شدیم ترافیک سنگین بود. ولی از شهر که خارج شدیم سبک شد. در جاده ای بودیم که مزارع برنج احاطهش کرده بودند. تری سری رانندگی می کرد. از کنار سه چرخه های موتورداری که چند نسل یک خانواده در آنها نشسته بودند میگذشتیم و همینطور از کنار اتوبوس هایی که به شکل ترسناکی لایی میکشیدند. مدتی طولانی پشت تراکتوری گیر افتادیم که رانندش بدون عجله داشت با هر دو دست سیگار میپیچید بعد رسیدیم به جاده کوهستانی و مارپیچ تری انگار میخواست داستانش را به سرانجام برساند برایمان تعریف کرد بعد از بازگشت ادی به تایلند چه اتفاقاتی افتاده ایش ادی بعد از اتمام معموریت 20 سالش بعد از اتفاقی ناگهانی منقضی شده. بعد از فراقی 140 ماهه فقط 6 هفته با هم بودن کافی بوده تا ازدواجشان از هم بپاشد. ادی آپارتمان همسرش در بانکوک را ترک کرده و رفته به دهکده ای که در آن به دنیا آمده. یک اشتباه بزرگ. اشباه والدینش همه جا حضور داشتند و او را به خاطر پیمان شکنیش سرزنش می کردند. حالا این احمق چه کار کرده؟ سررشته رویای قدیمیش را به دست گرفته. رویاها به اندازه هر چیز دیگری خطرناک هستند. اگر از مسیر سالیان عبور کنید و سن و تجربه هایتان تغییرتان بدهند ولی فراموش کنید در رویاهایتان تجدید نظر کنید به جایگاه بین المللی ادی می رسید. مردی چهل و هفت ساله با رویای یک جوان بیست ساله. در مورد ادی اوزا خرابتر بود. یادش رفته بود این رویا در اصل به خودش تعلق نداشته. دست دوم به او رسیده بود. حالا به این اجتماع منظوی بازگشته بود تا یک مطب باز کند و متوجه شده بود جانشین 65 ساله پدرش حسابی در کارش موفق است. غروب رسیدیم خانه ادی. کلبه نیمه ویران در زمینی بی درخت و کوچک در محاصره تپه پوشیده از جنگل های امبو. وقتی تری ماشین را خاموش کرد صدای رودخانه به گوشم خورد. واقعا وسط ناکجا آباد بودی. دور افتادگی آنجا به فهمی نفهمی حالم را بد کرد. زندگی در کلبه ای در گوشه شمال شرقی هزار تو مرا با انزوا و سختی آشنا کرده بود. ولی اینجا فرق داشت. خانه رعشه بر اندامم انداخت. شاید زیاد کتاب خوانده بودم و فیلم دیده بودم. ولی وقتی زندگیت را با توجه به مختصات دراماتیکش در نظر بگیری، کاری که من کردم همه چیز بار معنایی پیدا می کند. یک خانه فقط یک خانه نیست. صحنه نمایشی است که بخشی از زندگیت روی آن اجرا شده. و فکر کردم این خانه دور افتاده مکانیست بینقص برای هزیزی تهدید کننده و اگر به اندازه کافی آنجا می برای اوجی تراژیک تری بوغ زد و ادی آمد بیرون شوری وار برای من دست داد چی شده؟ برای چی اومدین اینجا؟ از تری پرسیدم بهش نگفتی میایم؟ برای چی بگم؟ حالا فهمید دیگه ادی اومدیم ببینیم رو به راهی یا نه. میشه اتاقای اضافی رو برامون آماده کنی؟ مهمون داری؟ من دیگه برای تو کار نمی کنم تری. نمیتونی به من بگی که نمیتونی بیای اینجا و انتظار داشته باشی. ببین من الان یه دکترم. نمیخوام اینجا اتفاق عجیب و غریبی بیفته. جاسوسان به هم گفتن تو یه مریضم نداری. چطور تونستی؟ اینا یکم به غریبه ها بیعتمادن. منم سالای سال اینجا زندگی نکردم. طول میکشه آدم جا بیفته همین. بگذریم اصلا به تو چه ربطی داره؟ شما نمیتونین اینجا بمونین. وضعیت من به اندازه کافی نامطمئنه. آخرین چیزی که میخوام اینه که شما هم برام اسم بدنامی بیارین. خدای من ادی باور کن نمیخوایم با شورت توی دهکده را بریم. فقط یکم صفا و آرامش میخوایم. یکم منظره ببینیم. زمنان عجیبه که یه مرد در حال مرگ و خانوادش چند هفته مهمونی دکتر باشن؟ چند هفته؟ میخواین چند هفته بمونی؟ تری قشقش خندید و زد پشت ادید. ادی پدرم را نگاه کرد و آرام پرسید اینم میخواد بمونه بابا نگاهی سرد و آری از زندگی به ادی انداخت بعد ادی با نیم لبخندی نگاه هم کرد که کمی گرما داشت ولی نه خیلی اخیرا به واسطه ای استرالیایی ها با مفهوم نفرت به دلیل خیشاوندی آشنا شده بودم و میزان و بویش را تشخیص میدادم. تریساکش را برداشت و رفت توی خانه. بقیه هم با احتیاط دنبالش رفتیم. دم در ایستادم و ادی را نگاه کردم. از جایش تکان نخورده بود. بی حرکت کنار جیپ ایستاده بود. به نظرم آمد تحمل هیچ کدام از ما را ندارد. چه کسی می توانست سرزنشش کند؟ تک تکمان آدم های خوشایندی بودیم ولی جمعمان را نمیشد تحمل کرد. نمیدانم بدن من چه دارد که تمام پشه ها را از هر نژاد و مرام و مسلکی به خود جذب می کند. به تمام بدنم مایع دور کننده حشرات مالیدم و هزار تا شمع سنبول هندی روشن کردم ولی باز هم دست از سرم بر نمی داشتم. را باز کردم و مثل کفن دور خودم پیچیدم. از پشت تور اطرافم را نگاه کردم. اگر بگویم اساسیه ی آنجا ناچیز بود حق مطلب را ادا نکردم. چهار دیوار سفید، یک صندلی لغلقو با پایه شکسته، میزی تق و لق و تشکی به نازکی بیسکویت. پنجره که رو به گیاهان جنگل باز میشد. اصرار کرده بودم دورترین اتاق را به من بدهند. یک در پشتی بود که میشد بدون اینکه کسی را ببینی بروی بیرون و بیایی تو احساس کردم پشه ای روی دستم نشسته داشتند از لای سوراخ های تور تونل می زدند پشه بند را با نفرت جر دادم و فکر کردم می خواهم اینجا چه کار کنم در بانکوک در فاصله بین کلوب ها و معابد بودایی کلی چیز بود تا سرم را گرم کند. اینجا مردن پدرم باعث می شد هر فکری به جز فکر مردنش ناممکن شود. جز تماشای ازمهلال یک انسان چه کار دیگری داشتم؟ شام را در سکوت خوردیم و تمام مدت فقط یکدیگر را با بیاعتمادی نگاه کردیم. هوا از امیال پنهان سنگین بود و هیچ کس ناگفتنی را نمی گفت. بنابراین حرفی برای گفتن باقی نمی ماند. بعد از شام ادی خانه را به من نشان داد. چیز دیدنی نداشت. پدر ادی علاوه بر پزشکی نقاشی هم کرده و متاسفانه راهی برای ترکیب نقاشی آماتوری و حرفه اصلیش پیدا کرده بود. بر دیوارها نقاشی های رئالیستی ترسناکی بود از دل و روده، قلب، کلیه ها و جنینی سقت شده که داشت به رغم بدقبالیش لبخند شومی میزد. تظاهر نکردم از نقاشی ها خوشم آمده و راستش ادی هم چنین انتظاری از من نداشت. من را برد متبش، اتاقی بزرگ و تمیز با کرکره های چوبی. چنان نظم و ترتیبی داشت که فقط از آدمی وسواسی برمی آمد یا کسی که مطلقاً هیچ کاری ندارد انجام بدهد. از آنجایی که می دانستم ادی هفته ها بدون حتی یک مریض آنجا می نشیند می توانستم حدس بزنم مورد او دومی است. اینجا مطب پدرم بوده. اینجا مریض می دیده، تحقیق می کرده و از دست مادرم قایم می شده. همه چیز مثل همون روزیه که اینجا رو ترک کرد. برای چی گفتم؟ حقیقت نداره. وقتی مرد مادرم همه چیز رو گذاشت توی جعبه و من طبق چیزی که توی خاطرم مونده بود همه رو دوباره از نو چیدم. یک مطب به استاندارد میزی بزرگ یک صندلی راحت چرمی برای دکتر یک صندلی چوبی ناراحت برای مریض یک تخت معاینه یک کتابخانه پر از کتاب های پزشکی هزار صفحه‌ای و روی میزی کوچک ردیفی مرتب از وسایل جراحی مربوط به دو قرن پیش تا حالا. بدبختان دیوارهای اینجا هم پر بود از نقاشی های شنی از اعضای بدن. نقاشی هایی که انسان را به عنوان ارگانیسمی قابل احترام، بدنام می کردند. فضای اتاق سنگین بود یا به خاطر مرگ معلق پدر یا ناکامی حال حاضر پسر. وقتی پیشنهاد اموتو قبول کردم پدر مادرم با من قطع رابطه کردند. حالا امین کی؟ پدر و مادرم ادی به دو کوزه سفالین اشاره کرد که اول فکر کرده بودم گذاشته آنجا تا کتابها نیفتند. خاکسترشون؟ نه، روحشون. تمیزتره. پس ارواح والدین مرحوم ادی در بالاترین قفسه نگهداری می شدن دور از دسترس بچه ها. من هر روز اینجا منتظر میمونم. تا حالا حتی یه مریضم نیومده. همه جا خودم رو معرفی کردم ولی هیچ علاقه ای به امتحان کردن یه دکتر جدید ندارن. حتی نمیدونم اصلا میرن دکتر یا نه. این مردم برای بیماری های اساسی هم دکتر نمیرن چه برسه به مریضی های جزئی. ولی من تصمیم گرفتم تا آخرش واستم. ناسلامتی رفتم دانشکده پزشکی نرفتم؟ پس چرا دکتر نباشم؟ منظورم اینه که پس باید چیکار کنم؟ خاطرات پنج سال درس خوندنم و کتاب کنم؟ ظاهرا ادی تناقض آشکاری را نمیدید که در نظرش نسبت به زمان هدر رفته وجود داشت. تصمیم گرفته بود فقط پنج سال دانشکده پزشکی را تلف شده بداند و از بیست سال پرستاری من و پدرم صرف نظر کرده بود. نشست لبه میزش و با انگوش چیزی از لای دندانهایش درآورد. با جدیت به من خیره شد. انگار قضا از لای دندان درآوردن چیزی بود که در دانشکده پزشکی یاد گرفته بود. این سالا خیلی چیزا میخواستم بهت بگم جسپر. چیزایی که نتونستم بگم چون با چیزایی که شغلم به من دیکته میکرد در تضاد بود. مثلا خب همونطور که احتمالا تا حالا فهمیدی من از پدرت متنفرم. و اینکه مردم استرالیا تن به چنین بازی مسخره ای دادن نشون میده چقدر پست و احمقن مثل بقیه آره فکر کنم به هر حال مسئله اینه که من از پدرت متنفرم نه حالم ازش به هم میخوره خب این حق توه ولی چیزی که شاید ندونی اینه که از تو هم زیاد خوشم نمیاد نه اینو نمیدونستم. میبینی؟ حتی ازم نمیپرسی چرا؟ به خاطر همین چیزاست که ازت خوشم نمیاد. تو از خود متچکر و دماغ سربالایی. راستش از پنج سالگی همینطور بودی. اینم حق منه. ادی تهدیدامیز نگاهم کرد. حالا که مجبور نبود بی خودی تظاهر به دوست داشتن ما بکند انگار یک شبه شیطانی شده بود. می بینی؟ از خود متشکر و دماغ سر بالا. من تمام عمر زیر نظرت داشتم. تو رو بهتر از خودت می شناسم. تو به خاطر اینکه آدما رو میشناسی و میدونی به چی فکر میکنن به خودت افتخار میکنی ولی تو خودت خودتو نمیشناسی درست نمیگم؟ میدونی اون چیزی که نمیدونی چیه؟ اینه که تو دنباله پدرتی. وقتی بمیره تو تبدیل به پدرت میشی شک ندارم. آدما میتونن افکار رو ارث ببرن. اونا حتی میتونن یک ذهن کامل رو به ارث ببرن. به چنین چیزی اعتقاد داری؟ نراستش. شاید. وقتی برای اولین بار پدرتو دیدم، فقط چند سال از الان تو بزرگتر بود. الان میدونی من توی تو چی میبینم؟ دقیقا همون آدم. اگه گاهی ازش خوشت نمیاد، به این خاطره که خودتو دوست نداری. فکر میکنی درونت خیلی با اون متفاوته اینجاست که نسبت به خودت شناخت نداری. مطمئنم هر بار میشنوی حرفی میزنی که دقیقا عین حرفای پدرته فکر میکنی از روی عادت این اتفاق افتاده. نخیر اون درون توه منتظر بیاد بیرون و این نقطه کور توه جسپر. نمیخواستم. ولی با سر و صدا آب دهانم را قورت دادم. نقطه کور همه دارند حتی نوابق حتی فروید و نیچه هم نقاط کوری داشتند به پهنای یک کیلومتر که در نهایت بعضی جنبه های کارشان را تباه کرد. پس نقطه کور من این بود؟ اینکه به شکل تهو آوری شبیه پدرم بودم و داشتم تبدیل می شدم به او و علاوه بر رفتارهای جامعه ستیزانش فرایند بیمار تفکرش را هم به ارث برده بودم. در استرالیا فکر می کردم افسردگیم پجواکی از افسردگی پدرم است. ادی نشست روی تخت معاینه و پاهایش را تکان داد. حرف زدن خیلی حس خوبی داره. رازداری خیلی فرسایند است. دوست دارم حقایق رو بهت بگم نه فقط چیزایی که به تو مربوط میشه. راجع به خودم و بلایی که تو و پدر و عمود سرم آوردی. حالا میدونی. مهمه که میدونی. چون وقتی حرفام تموم بشه میفهمی چرا باید خیلی زود همه رو متقاعد کنی از این خونه برن. برا مهم نیست چطور این کارو رو میکنی. ولی باید قبل از اینکه دیر بشه کاری کنی همه اینجا رو ترک کنن. دیر بشه؟ فقط گوش کن. وقتی تری شغل مواظبت از پدرت رو به من پیشنهاد داد، فکر کردم میتونم از آیندهی که بهش اطمینان ندارم فرار کنم. تری گفت وقتی کمک نیاز دارن کمکشون کن. نظر براشون درد سر درست بشه. ازشون عکس بگیر هرچی بیشتر بهتر. این معمولیت من بود. به نظر زیاد مشکل نمی اومد. از کجا می دونستم این کار زندگی منابود میکنه کنه؟ هرچند قبول دارم تقصیر خودم بود. پیشنهاد شیطان رو قبول کردم. نمیدونی چند بار خواستم بیخیال بشم. ولی تماشای زندگی شما مثل تماشای یک تصادف بود با حرکت آهسته. جالب بود. وقتی از استرالیا دور بودم دور از تو و پدرت احساس میکردم چند قسمت از سریال مورد علاقم رو از دست دادم. دیوانه کننده بود. کنار همسرم به این فکر می کردم که الان دارن چی کار می کنن. تو چه درد سریع افتادن؟ لعنتی از دستش دادم. بعد متوجه شدم هی hey, بهانه جور می کنم زودتر برگردم. برمیگشتم و به وراجی های تمام نشدنی و تلخ پدرت گوش می کردم ولی نمیتونستم خودم رو خلاص کنم. گیر افتاده بودم. روک و راست بهت بگم معتاد شده بودم به شما دوتا اعتیاط پیدا کرده بودم. ادی حالا لگد میزد و خودش را بالا و پایین می کرد. اگر میخواستم هم نمی توانستم جلوش را بگیرم. مجبور بودم انفجار احساسیش را تحمل کنم. بیست سال تقلا کردم تا از دست شما فرار کنم تا مخدر خانواده شما رو ترک کنم ولی نتونستم وقتی با شما نبودم نمیفهمیدم کیم من یه شخص نبودم من هیچی نبودم وقتی برمیگشتم استرالیا و میدیدم شما دوباره یه گند مسخره دیگه بالا آوردین احساس زنده بودن می کردم. چنان نوری توی وجودم روشن می شد که احساس می کردم از چشمم می زنه بیرون. زنم بچه می خواست. ولی چطور می تونستم وقتی خودم دو تا بچه داشتم؟ بله. من همون قدری که از شما متنفرم همونقدر هم دوستتون دارم. بیشتر از چیزی که بتونی فکرش رو بکنی وقتی شما رو تحویل تری دادم خودم نابود شدم ماموریت تموم شد میدونستم به محض اینکه برم خونه دیگه تحمل زنمو ندارم و درستم فکر کرده بودم نمیفهمید چرا اینقدر زود رنج شدم چرا اینقدر خالی شدم نمیتونستم خالی بودنم و باهاش قسمت کنم و اونقدر هم دوستش نداشتم که بتونم این خلع رو با عشق پر کنم. این شد که ولش کردم و اومدم اینجا. میبینی؟ من کاملا خالیم و اومدم اینجا خودم رو پر کنم. حالا میفهمی چرا همتون باید برین؟ اومدم اینجا که دوباره خودم رو پیدا کنم بفهمم کیم دارم خودم رو از نو می سازم پدرت همیشه از پروژه های مختلف حرف میزنه. شما پروژه من بودین. حالا یکی دیگه لازم دارم. برای همین به مریض احتیاج دارم. میخوام زندگیم رو از جایی که پاره شده شروع کنم و برای همین شما دوتا نباید اینجا باشی. برای همین باید عموت و راضی کنی شما را از اینجا ببره. خب چرا بیرونمون نمی کنی؟ جناب از خود متشکر والا مقام دماغ سر بالا من نمیتونم. تو فکر میکنی عمود فقط اهل خنده و اشق و حاله؟ اون روشو ندیدی نمیدونی چه کارای وحشتناکی ازش برمیاد. اما تری خیلی یه است. فکر نکنم بشه متقاعدش کرد. خواهش میکنم جسپر. خواهش میکنم. پدرت داره میمیره. میخواد یه دیوون بازی دیگه در بیاره. یه دیوون بازی بزرگ. اینو هم باید بدونی. باید تا حالا حسش کرده باشی نکردی؟ مثل نزدیک شدن طوفانه یه اتفاق وحشتناک و غیر منتظره خطرناک و احمقانه شبا از فکر کردن بهش خوابم نمیبره میخواد چی کار کنه تو میدونی؟ من باید بفهمم ولی نمیتونم بینی؟ شما باید بری سعی کنم تری رو راضی کنم سعی نکن رازیش کن فکر میکنی وقتی پدرت بمیره چه اتفاقی میافته تمام جنونش ارث میرسه به تو اون وقت یه خولی میشی بدتر از بابات اگه از اینجا نرین قسم میخورم تمام عمر تعقیبت کنم تا اینکه پسردار بشی بعد خودمم پسردار میشم تا پسرم پسرتو تعقیب کنه نمیبینی این اعتیادیه که نسل به نسل ادامه پیدا میکنه قرنها ما الان تو موقعیت حساسی هستیم اگه الان نری تا آخر عمر هم راحت میمونم فکر ناخوشایندی بود بس دیگه برو با عموت حرف بزن اگه بمونی نمیدونم چه کاری ممکنه بکنم شاید تو خواب سرتون و گوش تا گوش ببرم از این فکر خندهاش گرفت. از آن خنده هایی که دندان ها نمایان نمی شود. حالا تنها بزار باید برای پدر مادرم دعا بخونم. ادی چند شاخه گل روی زمین گذاشت و زانو زد و شروع کرد ورد خواندن. هر روز برای موفقیتش دعا می کرد که خبر خوبی نبود. اگر دکتر محلتان برای رونق کسب و کارش دعا می کند باید آرزو کنید خدایانش به حرفش گوش نکنند.